الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بنندگان عزيز و گرامي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الله سبحانه وتعالى را بنهايت سپاسگزار هستم که بار دیگر این فرصت را میسر کرد تا در این برنامه در آن روی سکه با شما عزیزان باشم و جدیدترین کلیپ هایی که در بخش پژوهش و پیگیری شبکه جهانی وصال حق آماده شده رو خدمت شما بزرگواران تقدیم کنم. اولین کلیپی که در برنامه امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و خدمت شما بزرگواران پخش کنیم کلیپی است به عنوان آخوند دهن شکن. این کلیپ شماره 613 است که دوستان عزیزمون در اتاق فرمان این کلیپ رو پخش خواهند کرد و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. با ما همراه باشید. آخوند دهن شکن. علی پشت سرشو نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هرگی گفته. ذره ای از دین سواد نداره، این نوکه سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم، تو چی بلدی آخه که میگی؟ یک نماز پشت سرشون خونده باشه بیار، یه ارتباط، یه لبخند به روشون زده باشه بیار. گل گفتی جناب آخوند، بشکند دهن محمد ابن یعقوب کلینی که یک ذره فهم نداشته است و چیزی بلد نبوده. بشکند دهن ملا باقر مجلسی و پیروانش که ذره ای از دین سواد ندارند. بشکند دهن حر عاملی و شاگردانش که یک نوک سوزن سواد ندارند. بشکند دهن سید مرتضی علم الهدا که یک ذره تحقیق بلد نبوده. واقعا این بزرگان شیعه و بسیار دیگر از نوابغ این مذهب همه نادان بودند و ذره ای از دین سواد نداشتند. چه رسد به تحقیق؟ چه رسد به اینکه ذره ای فهم داشته باشند؟ آخر چرا این بیسوادان در اساسی ترین منابع مذهب تشیع این حقایق را گنجانیدند؟ بشکند دهن همه آنها که تقیه نکردند و اعصاب این آخوند را به هم ریختند و گفتند عمر با ام کلثوم دختر فاطمه زهرا رضی الله عنهم ازدواج کرده است. محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب الکافی جلد 5 صفحه 346 بابی زده زیر عنوان باب تزویج ام کلثوم و در این باب اعتراف می کند که ام کلثوم بنت علی با امیر مؤمنان عمر ابن خطاب ازدواج نموده، ولی برای فریب شیعیان روایتی دروغین را از زبان امام صادق جعل می کند که ایشان درباره آن ازدواج فرمودند آن فرجی بود که از ما غصب شد. یعنی عمر ام کلثوم را غصب نموده و پدرش اسدالله حیدر کرار صاحب ذوالفقار و قهرمان قریش به این ذلت تن داده و از ناموسش دفاع نکرده. ملا باقر مجلسی در مرآت العقول جلد 3 صفحه 448 و 449 باب تزویج ام کلثوم بحث مفصلی پیرامون اثبات ازدواج ام کلثوم با عمر رضی الله عنهما و پاسخ به منکران این ازدواج دارد و در پایان با پذیرفتن صحت داستان این ازدواج می نویسد والاصل في الجواب ان ذلك وقع على سبيل التقيه والاضطرار. جواب اصلی این است که ازدواج ام کلثوم با عمر واقعیت دارد، اما بنابر مجبوری و تقیه واقع شده است. همچنین حر عاملی در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 601 شماره روایت 27047 میگوید روی ان عمر تزوج ام کلثوم بنت علی علیهم السلام فاصدقها 40000 درهم.
روایت شده است که عمر با ام کلثوم بنت علی علیهما السلام ازدواج نمود و به ایشان 40,000 درهم مهریه پرداخت. اما نسبت به قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم، نه، این نه تنها نشانگر رابطه حسنه نیست، بلکه به عکس. در کتاب کافی از دیدگاه شیعه، کتاب نکاح، بابی داره مرحوم کلینی به عنوان باب تزویج ام کلثوم. میگه خلیفه دوم آمد به خواستگاری ام کلثوم، جلد 4 کافی اگر اشتباه نکنم صفحه 458، اون چابی که ما داریم. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هرگی گفته، ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم، تو چی بلدی آخه که میگی؟ فعطاه العباس، عباس آمد پیش علی، فاخبره، گفت آقای عمر اینطوری میگه، و سأله ان یجعل الامر الی، عباس گفت شما دخالت نکن، کار این ازدواج را به من وادار کن، فجعله الی. علی ابن ابی طالب هم گفت که عمو جان تو پیرمردی، برای شما عرض کنم ریش سفیدی، هر چه شما میفرمایید چشم، این دختر اینم شما. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هرگی گفته، ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم، تو چی بلدی آخه که میگی؟ پس ام کلثوم خیلی سوال میکنن اینها، که آره آل ابوالقاسم دیگه مفصل جواب خواهند داد یا جواب دادن به حال، و این حضرت لوط قضیه رو تمام میکنه. پیغمبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از هر پیغمبر یک سنت رو داشته، از حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، همه اینها رو با مستند داریم. یک سنت هم از حضرت لوط داشته و اون که دخترش رو به اونها داده، به اون افراد داده. این دیگه بیش از این نمیگم. و سلام، نامه تمام. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هرگی گفته، ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم، تو چی بلدی آخه که میگی؟ کلیپ دیگری که میخواییم خدمت شما بزرگواران پخش کنیم، کلیپ شماره 631 هست، تقیه در خدا بودن علی تابکی. این کلیپ رو هم میبینیم و بعد از اون انشالله دوباره در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. تقیه در خدا بودن علی تابکی. خدا اگر از مخلوقاتی که خلق کرده میگه، از آسمان ها و زمین میگه، میخواد بگه من خدا تمام قدرتم رو در بازوان علی قرار دادم. من خدا تمام قدرتم رو در بازوان علی قرار دادم. من خدا تمام قدرتم رو در بازوان علی قرار دادم. پس میشه ید الله، میشه حجت الله، میشه قدرت الله، میشه ولی الله، میشه وجه الله، میشه عین الله، میشه اذن الله، این یعنی اهل بیت. بینندگان محترم، برای اینکه الله متعال بندگانش را به درک عظمت و قدرتش رهنمون سازد، آنها را به تفکر و اندیشه در آفاق و کهکشانها و موجودات توصیه می کند. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رساند و آبی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمانها مسخرند، بیگمان نشانه آیست برای مردمی که تعقل می کنند و می اندیشند. اما این آخوند که از تعقل و اندیشه بی نصیب مانده، برای اینکه مردم را از شناخت پروردگار عزوجل دور ساخته و آنها را به سوی مخلوقین رهنمایی کند، علی الرغم تأکید قرآن کریم همه صفات الهی را در بازوان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه قرار می دهد. جالب است که آیات بعدی در همین سوره مبارک مشت محکمی است بر یاوه های این آخوند علی اللهی. دم هستند که همتایانی برای الله می گیرند و آنها را همانند الله دوست می دارند و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سخت‌تر دوست دارند و اگر کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند دریابند که همه قدرت از آن الله است و الله سخت کیفر است. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنگاه کسانی که پیروی شده اند از کسانی که پیروی کرده اند بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و پیوند میانشان گسسته شود. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و کسانی که پیروی کرده اند می گویند اگر برای ما بازگشتی بود از آنها بیزاری می جستیم همان گونه که از ما بیزاری جستند. این چنین الله کردارهایشان را به گونه ای حسرت زا به ایشان نشان می دهد و آنان بیرون روندگان از آتش نیستند. آیا وقت آن نرسیده که امثال این آخوند پرده تقیه را کنار زده و صراحتاً الوهیت علی ابن ابی طالب را که اعتقاد باطنی آنها می باشد اعلام کنند؟ بارالها به آخوندهای شیعه نعمت عقل و منطق را نصیب گردان. آه 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 آه
شرکیاتی که وجود داشت. ما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و رابطه‌ای که با خلفای راشدین داشتن و توهین‌ها و اهانت‌هایی که در دین رافضه‌گری به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شده، مطالبی رو جسته گریخته در برنامه‌های مختلف بیان کردیم و توهین‌ها و اهانت‌هایی که در این دین به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتاً به سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها شده، اصلا قابل این نیست که در یک برنامه تلویزیونی گفته بشه. و توهین هایی که به علی مرتضی شیر خدا سید و سرور اهل بیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم، واقعا انسان رو ناراحت میکنه، هر مسلمانی رو. توهین ها و اهانت هایی که من یقین دارم هیچ شیعه منصف حاضر نمیشه که این اهانت ها رو حتی به دشمنان خودش هم روا داره، چه برسه به علی ابن ابی طالب، شیر خدا، صحابی پیامبر، کسی که اولین جوانی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و طول زندگیش در راستای اعلای کلمت الله مشکلات و سختی های فراوانی رو چه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و چه بعد از ایشان متحمل شد. ما میخواییم جهت تفریح هم که شده برای شما عزیزان، یکی از کلیپ هایی که در شبکه ولایت زیر نظر آقای مکارم شیرازی و شیخ مفید زمان و این القاب درشتی که برای خودشون دارن، این شبکه اداره میشه، منتها در باره سطح سواد کسانی که در این شبکه ها برنامه اجرا میکنن، از یک طرف ادعای خیلی بزرگی دارن که 200 عالم و مرجع پشت سر اینها هست و این شبکه ها رو نظارت میکنن، و از یک طرف وقتی آدم میبینه محتوای برنامه های اینا و افرادی رو که میارن برنامه اجرا بکنن، واقعا انسان باید متاسف باشه برای این حکومتی که این افراد رو خریده تا برای اینها در راستای اهداف شومشون خدمت بکنن. حداقل مادامی که از پول ملت خرج میکنید، از پول خمس به اصطلاح مقلدینتون خرج میکنید، در افرادی رو بیارید که در سطحی از سواد دینی قرار داشته باشن که حداقل پاسخگوی بیننده ها و کسانی باشن که در این عصر علم و تکنولوژی شما نمیتونید مردم رو محصور بکنید در همین یک شبکه خودتون و چشم و گوش مردم رو ببندید، کاری که سالها انجام دادید، بلکه مردم میرن به شبکه های مختلف برنامه ها رو میبینن و دروغ های شما رو کشف میکنن، حداقل کسانی رو که میارید برنامه اجرا بکنن حداقل یک سوادی داشته باشن که بتونن پاسخگو باشن در مقابل شبهات بینندگان. من در مورد این قضیه صفات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب‌های شیعه مطالبی رو بارها گفتیم که در کتاب ها اینا توهین ها و اهانت هایی به سیدنا علی شده که حتی شکل ظاهری سیدنا علی رو در مورد غیرت و شهامت سیدنا علی، در مورد شجاعتش، در مورد ناموسش توهین ها و اهانت هایی رو بر ایشان روا داشتن. یک کلیپ از خیلی خنده داره، بیننده تماس میگیره به این شبکه و در مورد یکی از مطالبی که در این شبکه وصال حق مطرح شده و پاسخ های این آخوند رو با هم ببینیم و بعد از اون انشاءالله کلیپ دیگری هست که در مورد اونم صحبت خواهیم کرد. آقای امیر از تهران. سلام آجو. سلام علیکم، بفرمایید، در خدمتون هستیم. آجو من عرضی داشتم خدمتتون. بفرمایید، در خدمتون هستیم.
من خودم تهران زندگی میکنم. بله. اما خب خراسان شمالی ما زندگی میکنیم، یعنی اصالتاً اونجایی هستم و توی روستا زندگی میکنیم که نصف این روستاها ترکمن اهل تسننه و نصف این روستا اهل تشیع هستیم که ما فارس میگن. بله. و بسیارم با هم خوب و دوست و مهربان هم هستیم. بله. اما من چند روز پیش، همین دو سه روز پیش بود، این شبکه ها رو بارا پایین میکردیم، به شبکه رسیدیم به نام وصال حق که دیدیم این شبکه داره میگه که یه روز از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد که آقا کسی هست که به امام جعفر صادق، به یکی از صحابه نمیدونم میگفت یا به یکی از دوستان اصحاب، که شما رو از شرق به غرب توی یه لحظه ببره؟ بعد گفته که بله حضرت مولا، استغفرالله، من عذر میخوام آقا، چیزی که اون داشت میگفت که حضرت علی قلاغی از شما رو از شرق به غرب توی یه لحظه میبره. این اصلا بعد از تو بهار الانوار هم داشت میآورد، برا علامه مجلسی اینو نوشته. بله برادر بزرگوار، اصلا مهمی صحت داره. من مادرم بزرگوار به شدت از این قضیه ناراحته و بس سر کار که من میام میگه مادر اینو بگیر من گوش کنم. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی که پارچه فروش بوده و تخصص دینی قطعا نداره ایشون، و همون جور که اذعان عالم خودشون هست آقای ملازاده به ایشون میگه بی سواده، لذا بد ترجمه میکنه. بله بینندگان عزیز و گرامی، خب این چه ربطی داره به پاسخ این بیننده؟ شما بیا خوب ترجمه بکن. حالا این آقا با این عمامه و عبا و قبا و ادعا میخواد این روایت رو خوب ترجمه بکنه. با هم میبینیم که این آقای باسواد چطور این روایت رو ترجمه میکنه برای این بیننده. این روایت رو بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود او، یعنی حضرت علی علیه السلام، فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد حضرت، یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره، حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفدا. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر، بله ببینید یه لحظه من اصل روایت رو خدمتتون بیارم. بله ایشون اولا که دروغ گفت، اینجا مرکب نیست، دقیقا کلمه اولاغ است، علک حمارون. حالا این روایت اصلش رو میاره در آخر این صحبت. مرکب نیست، حمار است. حمار در عربی به همون اولاغ گفته میشه. خب آدمی که روایت در کتابتون هست، خب بیارید بررسی سندی بکنید، درست ترجمه بکنید، مادامی که ادعا میکنید که ما درست ترجمه نمی کنیم. و اون ترجمه‌ای که من کردم و این ترجمه‌ای که این آقا کرد هیچ فرقی نداشت، و فرقش این بود که این گفت مرکب و من گفتم اولاغ، چیزی که در روایتشون اومده بود که حالا با هم روایت رو میبینیم و من خدمتتون نشون میدم. این سطح سواد ایناست. اولا قضیه رو شخصی کرد که نمیدونم سواد داره که سواد نداره، که پارچه فروش بوده که نبوده. بعدش هم اومد خواست ترجمه بکنه. این منمن کردن این خیلی جالب بود، هی داشتن تو گوشش بهش میفهماندن، بهش میگفتن و این خودش متوجه نمیشد. یک بار دیگه این قسمتش رو با هم ببینیم. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی که پارچه فروش بوده و تخصص دینی قطعا نداره ایشون، و همون جور که اذعان عالم خودشون هست آقای ملازاده به ایشون میگه بی سواده، لذا بد ترجمه میکنه. این روایات رو بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود او، یعنی حضرت علی علیه السلام، فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد
حضرت یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره، حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفدا. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر بله ببینید، یه لحظه من اصل روایت رو خدمتتون بیارم. بله یک لحظه من دابت بله بله دابت الارض بله. اینجا میخواد مسمالی بکنه قضیه رو. این حمار هست، دابت الارض نیست، دابت الارض چیز دیگری هست، این حماری که در این روایت اومده چیز دیگه است. و اینجا میخواد سر این بیننده بیچاره بدبختی که متحیر هست این رو سرش رو شیره به ماله. روایت رو از کتب اهل سنت میاره که اشاره به دابت الارض است که در این روایت هیچ اشارتی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نشده و ما اگر در روایتی دابت الارض به علی تشبیه شده باشه، حمار به علی تشبیه شده باشه، ما این روایت را قبول نداریم. خدا کنه که از هر کی میخواد باشه، از هر عالمی میخواد باشه، هر کسی هم که توهین میکنه به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر او باد. اما این آخوند چون نمیتونه این روایت رو رد بکنه، صاحب این روایت رو رد بکنه، صاحب این کتاب رو رد بکنه، به خاطر همین هی دارن تلبیس میکنن. متوجه بودید ای تو گوشش میگفتن، بهش یاد میدادن که نه اینطوری به اونطوری، بیچاره اصلا گیج شده بود که چی بگه. و به خاطر اینکه آبروی این دین باطلشون رو بخرن، آبرویی که وجود نداره برای این دین باطلشون، در اینجا آبروی علی و فاطمه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم حراج بشه، برای اینا مهم نیست. گوش کنید ادامه این روایت رو، کلام به دروغ از کتب اهل سنت روایتی رو میاره که در این اصلا ذکری از علی نیست و قضیه دابت الارض است که در تفاسیر اهل سنت موجود است، ربطی به این حمار یا الاغی که در روایت شیعه ذکر شده نداره. ببینید بله، این روایتی که در کتب شیعه اومده سندش ضعیفه، اما من روایت رو الان در کتب اهل سنت براتون آوردم. اگر عزیزان بله در مسند طیالسی جلد اول صفحه 334 این روایت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تخرج دابة الارض معها عصا موسی و خاتم سلیمان، خارج می شود دابت الارض که همراه اون عصای حضرت موسی است، خاتم انگشتر حضرت سلیمان، تختم انف الكافر بالعصا و تحلی وجه المؤمن بالخاتم، یه دماغ بینی کفار رو با اون عصا میشکونه و زینت میبخشه به صورت مبارک، به صورت مؤمن، حتی یجتمع الناس علی الحق، تا اینکه مردم بر حق جمع بشوند. بله این روایت رو دوستان خوب دقت بکنن، از صفحه مانیتور خودشون هست. در این روایت شکی نیست، از کتب اهل سنت میاریم، اما ذکری از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اینجا نیست که این دابت الارضی که خارج میشه، این حیوانی که از زمین خارج میشه علی هست، بلکه دقیقاً ایشون صحیح ترجمه کرد این روایت رو، منتها ذکری از علی در اینجا نیست. و من نمیدونم که این آخونده بی سواد چرا این روایت رو در اینجا آورد در جواب بیننده. ادامه رو به آن ببینیم. و یعرف المؤمن من الكافر، مؤمن از کافر شناخته بشه. لذا ببینید شما همیشه دقت کنید، این وهابی ها وقتی میان یک مطلبی رو میارن و مطرح میکنن، مخصوصا از کتب شیعه، میره از روایاتی که یا ضعیفه یا روایتی که میشه ازش یک وجه دیگری استنباط بشه اونو میارن، مخصوصا در مورد اهل بیت علیهم افضل الصلاه و السلام. اینها چون بغض اهل بیت رو دارن،
همیشه میخوان وچه اهل بیت رو یه جوری خراب کنن، همیشه میخوان خلاصه از روایات شیعه به قول خودشون بیان یک اهانتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام پیدا کنن که پیدا نمی کنن. و این آقای انصاری، آقای پارچه فروش، اگر لطف کنه، اگر لطف کنه یه خورده انصاف به خرج بده و بیاد روایات شیعه رو بررسی سندی بکنه اول، همون جور که ما میایم و روایتشون رو بررسی سندی میکنیم. و عرضم به حضور شریفتون که این رو میاریم. بله دوستان، اینا آخرین کسایی باشن که در مورد بررسی سندی روایات صحبت بکنن. تا حالا هرچی کلیپ هایی که ما از تلبیس آخوند قزوینی نشون دادیم همه تلبیس در روایات بوده. روایت ضعیف کتاب میزان الاعتدال یا لسان المیزان، کتاب هایی که اصلا به عنوان زبالدانی های اهل سنت استفاده میشه از این کتاب ها، احادیثی که دروغ هست، مکسوب هست، اهل سنت جدا کردن تا انسان های منصف وقتی میخوان بیان احادیث ضعیف و راویان دروغ رو بشناسن میرن به این کتاب ها مراجعه میکنن. خب این استاد شما قزوینی کارش همین که در بین این زبالدانی ها بگرده این احادیث ضعیف رو پیدا بکنه بهش استناد بکنه. حالا که اشباح شده از زبالدانی های اهل سنت، رفته به زبالدانی های شیعه مراجعه میکنه جدیدن. من انشالله اثبات این حرفم رو بعد از که این موضوع این کلیپ تمام بشه ثابت خواهم کرد که ایشون اخیراً آقای قزوینی مجبور شده که چون از همه درها به روش بسته شد، مردم فهمیدن روش های تلبیس و خیانت شد، حالا رفته به سراغ زبالدانی های شیعه تا از اونجا هم سر مردم رو شیره به مال مردم رو فریب بده که یک نمونه شو من امشب انشالله خدمتون بیان خواهم کرد. ادامه این کلیپ رو با هم ببینیم. اما اون روایتی که در کتب شیعه است، ما روایتی که در کتب اهل سنت رو خدمت شما بزرگوار مطرح کردیم، اما روایتی که در کتب شیعه است، عن ابی جعفر علیه السلام قال یا جابر هل لك من حمار يسير بك، گفت جابر آیا یک مرکبی داری، الاغی داری که تو رو ببره؟ يسير بك فبلغ بك من المطلع الى المغرب في يوم واحد، که تو رو از مشرق تا مغرب در یک روز ببره. صفحه‌ای که نشون دادن صفحه این روایت نیست، صفحه همون روایتی است که از کتب اهل سنت ایشون چند لحظه پیشتر خوند. در اون کتاب ذکری نه از حمار است و نه از دابت الارض، این داره اصل روایت رو به اصطلاح داره ترجمه میکنه. قال قلت يا ابا جعفر جعلني الله فداك واني وانا لهذا، من خدا منو فدای تو قرار بده، من کجا این کار کجا. قال فقال ابو جعفر علیه السلام وذلك، یعنی کسی که چنین مقامی داره و میتواند از شرق به غرب برود، ببینید کسی که این مقام رو داره که میتونه از شرق به غرب بره، اون امیر المؤمنین علیه السلام هست. امیر المؤمنین و ذاک امیر المؤمنین، نه این که نستجیر بالله بیاد و تشبیه کنه نستجیر بالله، بگه اون مرکب و اون چیز. این وهابی ها هستن که میان و به وسیله این کلمات میخوان خلاصه و چه اهل بیت علیهم السلام رو خراب کنم و اهانتی به اهل بیت علیهم السلام داشته باشن. ثم قال الم تسمع قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی علی ابن ابی طالب علیه السلام لتبلغن الاسباب والله لتركبن، و مگر نشنیدی که پیامبر فرمود ای علی جان تو میای و خلاصه بر همه مرکب ها سوار میشی، نه اینکه نستجیر بالله بیاد همون جور که اون وهابی ناسبی دشمن اهل بیت ترجمه کرده روایت اونجوری باشه. نه، پس اولا ترجمه رو بد ترجمه کرده طبق قلب مریض خودش و طبق اون کینه ای که نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو داره. ثانیا روایت ضعیفه. ثالثاً ما از کتب اهل سنت روایت رو بردیم، از کتب شیعه هم بردیم. روایت هم منظورش اینه که غیر از اون چیزیه که این وهابی مطرح کرده که اهانت به اهل بیت علیهم السلام باشه. البته روش این وهابی ها
اهانت به اهل بیت علیهم السلام هست. برای ما چیز عادیه، درسته شیعیان امیرالمومنین، شیعیان اهل بیت خیلی میان ناراحت میشن و واقعا هر مسلمانی دلش به درد میاد وقتی اهانتی نسبت به نبی مکرم اسلام اهل بیت عصمت و طهارت ببینه، واقعا ناراحت میشه. بله اینا قلبشون مریضه و به وسیله این حرفا خلاصه میخوان اهانتی نسبت به اهل بیت داشته باشن. خیلی متشکریم از تماس شما، بیننده بعدی رو داشته باشیم. بله، همونطوری که دیدید بیشتر حرف ایشون به یک سخنرانی عادی شایی بود تا اینکه بخواد پاسخ این بیننده رو بده. اما در مورد این روایت و روایت‌های بدتر از این در کتاب‌های ناوجود داره و اینکه میگه خب این روایت ضعیف است، ما بارها گفتیم که هیچ مبنایی در این دین وجود نداره که بر اساس اون ما بتونیم یک روایت رو تصحیح و تضعیف بکنیم. خودشون هرچی رو دوست داشتن تصحیح میکنن، هرچی رو که دوست نداشتن میان چیکارش میکنن؟ تضعیفش میکنن. و این روایت ها و روایت های بدتر از این در کتاب های اینا وجود داره. این روایت در کتاب الاختصاص هست از شیخ مفیدشون، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن منخل یا منخل ابن جمیل عن جابر ابن یزید عن ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام قال یا جابر، ای جابر، علک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الى المغرب فی یوم واحد. خب ای جابر، آیا الاغی داری که حرکت بکنه و در یک روز تو را از مشرق به مغرب ببره؟ فقلت جعلت فداك یا ابا جعفر و انا لی هذا، فداد بشم ای امام محمد باقر، ای ابا جعفر، من از کجا بیارم این الاغ رو؟ قال فقال ابو جعفر علیه السلام ذاك امیر المؤمنین، این الاغ امیر المؤمنین هست. اینطوری در این کتاب اومده، اینکه این آخون می اومد شهر میداد که نه اینطوری نیست و فلان است و بالا گفته علک حمار یسیر بک، آیا حماری الاغی تو داری که تو را از مشرق به مغرب ببره در یک روز؟ میگه در جواب گفتم که فداد بشم ای ابا جعفر، از کجا بیارم این الاغ رو؟ ابو جعفر گفت ذاک امیر المؤمنین، این شما خودتون ترجمه بکنید بینندگان عزیز، این یا آن امیر المؤمنین است. من که بارها گفتم روات شیعه، مصنفین اینها، کسایی که استوانه های این دین رو ساختن، شاگردان عبدالله بن سبع یهودی بودن که هدفشون بربادی و نابودی اسلام بود. به روش های مختلف به اهل بیت و صحابه خیلی زیرکانه توهین میکنن که اگر که کسی متوجه شد، خب مثل این آخون میان ماسمالیش میکنن، میگه نه منظوری نبود. خب ما در ادامه روایت من میخونم که این منظور از این پرواز کردن است. دوستان ادامه شو نشون میدن، علم تسمع قول رسول الله علیه صلی الله علیه و آله، آیا سخن پیامبر رو نشیدی؟ فی علی علیه السلام، در مورد علی علیه السلام که گفت والله لتبلغن الاسباب، یعنی شما میرسید به اسباب، والله لترکبن السحاب، سوار ابرها میشوید. الان شما به عنوان یک شیعه منصف، اگر این شیخ مفید شیخ مضر نیست و هدف در این روایت توهین به اهل بیت نیست، خب میگفت که یا جابر علک به اصطلاح یک عقاب یا شاهین یا یک پرنده‌ای که حداقل این الاغ نباشه، یعنی یک ایوانی که همیشه در نفهمی در نادانی مردم مثال میزنن به الاغ، فبیا امیر المومنین رو براش علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو در موردش مثال الاغ رو بزن.
مثلا میگفت علک شاهین و علک یعنی یک چی علک مرکبون الدقل مرکب حالا لاقل میشد مثل اینکه آخوند اول گفت که این روایت مرکب هست اولاغ نیست بعدن در گوشش گفتن نه خیر اولاغ هست که اومد تصحیحش کرد در آخر. خب اگر مرکب میگفتن به ماشین میتونیم بگیم مرکب، به هواپیما میتونیم بگیم مرکب، به یک پرنده بزرگی که انسان به اون سوار بشه مثلا حالا در عالم خیال چون این روایت ها اینو بیشتر به اون فیلم های تخیلی هالیوودی بیشتر شبیه است تا به واقعیت. خب یک پرنده ای رو شما تصور می کردید که سوار حضرت علی سوار این پرنده شده یا حضرت علی تبدیل به این پرنده شده. خیلی پرنده های تیزتر از الاغ داریم در آسمان ها پرواز می کنند، شاهین هست، عقاب هست، پرنده هایی که همیشه در شجاعت در مثلا عزت نفس مردم به اونها مثال میارن. یعنی گشتن در بین حیوانات الاغ رو پیدا کردن و عزت علی رضی الله تعالی عنه علیاذ بالله تشبیه کردن به الاغ. و به جای اینکه بیاد این روایت رو نشون بده، بررسی سندی بکنه، سبب تضعیفش رو بگه، میاد میگه که بله این روایت ضعیف است. همینطوری خوش و نعیمت کسی مچشون رو گرفت این روایت ضعیف است. چون اگر بیاد این روایت رو تصحیح و تضعیف بکنه و این روایت رو ضعیف از آب در بیاره، با همین اسناد روایت های دیگری از همین اشخاص دارن که در اثبات اصول مذهبشون است، اگر اینو رد کردن مجبور هستن که اونو رد بکنن. به خاطر همین شما تا قیام قیامت هیچ یه جرأت نخواهد کرد که این کتابا رو تصحیح و تضعیف بکنه. کلیپ بعدی کلیپی است که تقریبا در همین راستاست، در راستای همین توهینایی که در این مذهب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میشه، و این از یک آخوند بی سواد دیگری که در همین شبکه کار میکنه و بیننده ای. من واقعا وقتی این کلیپ ها رو میبینم خوشحال میشم که شیعیان به این حدی رسیدن که زنگ میزنن به این آخوندهای دروغگو، مچ اینا رو میگیرن که آقا سند بدید، دلیل بدید، ترجمه بکنید این روایت ها رو. این گام های نخستینی است که در راستای تصحیح و بیداری شیعیان برداشته میشه. با هم کلیپ بعدی رو میبینیم. نفر بعد که خدمتتون هستیم آقای محمدی از عراق، از عزیزان طرفدار مکتب اهل بیت. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای ابوالقاسم ببخشید یکی دو تا سوال داشتم. یکی این که چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش بود، داشتم این شبکه آقای پاشا فروش رو نگاه می‌کردم. یه سری مطالب فکر کنم از داخل کتاب سید نعمت الله جزائری داشت، اون چیز کارشناسش میخون که آقای امیرالمومنین مولای اولین و آخرین یه سری سوالات ازش میپرسن در مورد، خیلی معذرت میخوام اینجوری میگم که اینکه درخشی سرشون تاس بوده یا نمیدونم شکمشون بزرگ بوده، آقای امیرالمومنین در پاسخ این که این شکمشون بزرگ بوده، آقای امیرالمومنین خودشون جواب دادن که این به خاطر اینه که پیامبر اسلام یه علمی که داشته به اون منتقل کرده و این به خاطر اونه. آیا همچین چیزی صحت داره؟ و اگه صحت داره این جواب قانع کننده نیست؟ اگه هر روایتی که در هر کتابی اومد ما صحیح بدانیم، این که اصلا قابل قبول نیست. الان آیین وهابی حتی روایتی که تو بخاری و مسلم آمده و ادعا داشتن از اول تا آخرش صحیحه، ما میگم آره بعد تو بخاری میگن نه ما قبول نداریم. و حالا مرحوم سید نعمت الله تو کتابی که حتی خودش هم شاید اعتقاد به صحت کل روایتش نداشته، یا علما حتی بعضی از کتابای سید نعمت الله گفتن خوندن اینا اشکال داره، ما میگیم چون تو اون کتاب اومده میشه استدلال بر ضدش کرد. قطعا این روش استدلال اصلا روشش روش اشکال داریه، روش باطلیه. و کسی که این چنین استدلال میکنه یا اصلا قواعد استدلال رو بلد نیست و یا میدونه و داره مغالطه میکنه. من سوالم از شما اینه، شما خودت تا حالا این روایت رو دیدی؟ اون چیزی که راجع به انزه البتین مطرح میکنن که امیرالمومنین علیه السلام انزه البتین است، ما به اصطلاح چیزی در به صورت کلی در مورد تاریخ آمده که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قدهای بسیار بلندی بوده، یعنی بعضی از مردم قدهای بسیار بلندی داشتن. راجع به برخی نقل شده که وقتی راه می‌رفتن سرشون با کسی که داخل محمل شطور نشسته بود هم ردیف می‌شد.
و خب امیر اونان در بین اونها قد متوسط حضرت داشتن، نسبت به اون کسی که خب قدش مثلا 4 متر خورده ایه مشخص قد کوتاه‌تر به حساب میاد، یا 3 متر خورده ای قد، حضرت نسبت به اونها کوتاه‌تر نمیشه به نظر میرسن. همچنین افرادی بسیار لاغر بودند که باز نقل شده در تاریخ جمعیت بسیار زیادی از مردم اونقدر لاغر بودند که اصلا هنگام بلند کردنشون کسی وزنشون احساس نمی‌کرد. این چه این مطرح کردن. خب اونم از اون ور نگاه کنیم، اگر یه شخصی یه مقدار کمی بدنش توپر باشه میگن آقا این شکم داره. اون چیزی که مطرح شده اینطوره، اما بطین طبق روایت میگه آقا شما لقب بطین دارید. میفرمان لقب بطین به معنای اینکه در درون من علم است، توپر فلانی بطین است، یعنی فلانی توپره، یعنی اینکه یعنی کنایه از علم منه، نه اینکه مال من شاق باشم. اگر اینطور جواب داده بشه معقوله. قد و قیافه و اینا ربطی به سجایای اخلاقی نداره. سوال من از این بود که آقا امیرالمومنین در جواب اینی که بهشون گفتن بطنتون بزرگ و اینا، اینو در جوابش گفتن که به خاطر علمی که از پیغمبر به من منتقل شده. آیا آقا امیرالمومنین همچین جوابی دادن؟ و این به نظر من دلیل قانع کننده نیست که آقا امیرالمومنین همچین جوابی داده باشن به خاطر علمی که از پیغمبر گرفتن این بوده باشه که شکمشون بزرگ. این رو من عرض کنم خدمت شما، اولا شکم رو بزرگ نمیدونن، در کتاب دلائل نووه اصفهانی آورد همون که عرض کردم خدمتتون، زخم البطن یا بطین که میگن ایلم یکن بطنه لاسقن به ظهره. بله، آنچه که در روایت اومده زخم البطن نیست، این آقا اینجا داره تلبیس میکنه، داره خیانت میکنه، میره سراغ یک کتاب دلایل نبوه اصفهانی، ربطی نداره اصلا این به این روایتی که این برادر شیعه ذکر میکنه در این تماس. در اون کتابشون، نه تنها در کتاب نعمت الله جزایری که در علل و شرایع، در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی، در همه این کتاب ها این قضیه ذکر شده و این آقا داره در اینجا تلبیس میکنه و فریب میده، داره بیننده شیعه رو داره فریب میده با این روشش. ادامه رو ببینیم. شکم حضرت به کمر نچسبیده بود، بلکان تام من حسنا، شکم حضرت به صورت کامل بود و خیلی هم زیبا بود. پس این اولا ترجمه درستش. ثانیاً حالا اگر یه نفر بگه آقا چرا به شما این لقب داده شده، بگن چون پیغمبر به من گفته بطین، کنایه از این که علم پیغمبر به من داده. توپر هستم، یارو میگه آقا فلانی خیلی توپره، چرا؟ چون خیلی عضلایی و ماهیچه داره. یه بار میگه نه توپره چون از درون پر علمه، مقصود این باشه. اگه اینطور گفته باشن مشکل ایجاد نمیشه. یه سوال دیگه هم داشتم، ممنون. من یک روایتی هم برای شما بیارم عین بله، در اینجا اگر قضیه از کتب اهل سنت میشد، این آقا همون لحظه 100 تا آدرس میداد مثل استادش که بله صحیح بخاری جلد فلان صفحه فلان، ترمذی جلد فلان صفحه فلان. در اینجا چون از کتابای خودشون هست و داره آبروش میره، این روایت رو نشون نمیده. خب چرا نشون نمیدید؟ چرا دارید شیعیان رو فریب میدید؟ خجالت بکشید. اگر سواد ندارید نه جلو دوربین، برید دنبال پارچه فروشی، برید دنبال یک کاری، دست فروشی، چیزی اطراف زیارت معصومه برید. البته اونجا کارهای دیگری هم برای آخونده هست که حالا نمیشه گفت در برنامه زنده. خب نهید اینجا فریب ندید، دروغ نگید به بیننده. اگر روایت از کتب اهل سنت میبود که 100 تا سند ردیف میکردید با جلد و صفحه، خب این که کتاب خودتونه، نشون بدید روایت رو، نشون بدید، ترجمه بکنید. ادامه رو ببینید. روایت رو که باز اینم ببینید که ترجمه‌ای که درست برای شما میکنم مشخص بشه برای شما. بله، فقط دارم جستجو میدم، یه چند لحظه نتیجه جستجو طول میکشه تا بیاد. حالا شما تا جستجو در کتاب خصال شیخ صدوق، بله اینجا در کتاب علل الشرایع میگه بطین که گفتن به حضرت، نه اینکه حضرت شکم بزرگی داشته، بطین من العلم، حضرت بطین من العلم، یعنی از درون پر از علم بود. حضرت از درون پر از علم بود. بله. مشکل برطرف شد؟ بله 100%، خیلی ممنون. یه سوال دیگه داشتم آقای ابوالحسین، ببخشید این عوام مسیحیت، خب ادامه این تماس ربطی به برنامه ما نداره،
منتها دیدید که اینجا چطور این آقا فریب داد و دروغ گفت به این بیننده بیچاره‌ای که اونم چون که اطلاعی نداشته از اصل این کتاب ها اومد و گفت که بله قانع شدم. اولین روایتی که ما خدمت شما بزرگواران میخواییم نشون بدیم روایتی است که در این کتاب وجود داره، در کتاب تفسیر قمی، یکی از تفاسیر معروف اینا هست که طبق کلیپی که بارها شاید دیده باشید آقای قزوینی استاد این آخوند میگه که بنابر آنچه تصحیحی که آقای خویی کرده این روایت ها 100% صحیح است. این تفسیر قمی است، دوستان نشون بدن، یکی از تفاسیر معتبر شیعه است که آیت الله خویی میگه که همه روایت های این تفسیر صحیح است. اینم شناسنامه این کتاب در سال 1428 چاپ تقریبا میشه گفت که جدید هست و مؤسسه العالمی للمطبوعات در بیروت اینو چاپ کرده. ابوالحسن علی ابن ابراهیم قمی من اعلام قرن ثالث الهجری. در این صفحه، در صفحه 672، در اینجا میگه که فاطمه رضی الله تعالی عنها، این خودش یک نوع توهین به حضرت فاطمه است. هر کسی رو که رسولات برای فاطمه ذکر میکردن رد میکرد بر ازدواج، تا اینکه علی برای ازدواج پیش اومد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله قبول کردن و فاطمه هم قبول کرد، در اینجا آمد فاطمه یک اعتراض کرد. فقالت یا رسول الله انت اولا بما ترا، تو اولاتر هستی به آنچه که میبینی، یعنی نظر تو اولاتر از نظر من هست. غیر ان النساء القریش، زنان قریش تحدثنی عنه، در مورد علی دارن حرفای میزنن، سوال میکنن، انه رجل دهده البتن، رجلی مردی که شکم گنده است، طویل الذراعین، دستهاش دراز هست، زخم الکرادیس، اونجا زخم البتن آقا گفته بود، نه زخم الکرادیس هست، این به اصطلاح شونه های درشت داره، انزع عظیم العینین، و چشمای گنده گنده داره، پیشانی برآمده داره، منکبیهی مشاشون کمشاش البعیر، میگه این شونه هاش مانند شانه های به اصطلاح مثل باز چیز شتر هست. بعیر به حیوان گفته میشه در عربی و بیشتر در مورد شتر استفاده میشه. ببینید این اونجا الاغ تشبیه کرده بودن، اینجا به شتر یا به حیوان تشبیه میکنن. ضاحک السن، این کسایی رو دیده باشی میگه فلانی دندان خرگوشی داره، دنداناش جلو اومده بیرون، وقتی که 24 ساعت که ببینی انگار داره میخنده. ضاحک السن یعنی دندانهاش همیشه بیرون برآمده و در حالت به اصطلاح تبسم و خنده میشه. لا مال له، مالی نداره. شاید اینجا کسی بیاد بگه خب این که در از زنان قریش رد کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینو رد نمیکنه. فقال لها، پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال راه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فاطمه، ای فاطمه دخترم، اما علمت ان الله اشرف على الدنيا، تو نمیدونی که خداوند به دنیا نگاه کرد، و اختارنی على رجال العالمین نبیا، میگه که خداوند نگاه کرد من رو انتخاب کرد برای نبوت، از بین مردها برای نبوت در دو جهان. ثم اطلع اخرى، دوباره الله نگاه کرد، و اختار علیا على رجال العالمین، علی رو بر همه مردان بعد از من انتخاب کرد، وصیا، که وصی و جانشین من باشه. تا آخر این روایت که تا اینجاست هیچ ذکری از به اصطلاح رد سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد علی ابن ابی طالب که این حرفا رو رد کرده باشه نیست. این از این کتاب. همین روایت در بهار الانوار، دوستان نشون بدن، این بهار الانوار جلد 43 چاپ الامیره در صفحه 60
ببینید در اینجا دقیقاً همین رو میگه، انه رجل دهده البتن، مرد شکم گنده، طویل الذراعین، زخم الکرادیس، انزع، عظیم العینین و سکنه، مشاشار کمشاشیر البعیر. و در اینجا تعدیلش کرده و قال جزری، اینجا مشاش ای عظیم الرؤوس العظام المرفقین، میگه این به اصطلاح سر مفاصل گنده‌ای که داشته باشه، مانند حیوان، مانند شتر، یعنی سر استخوان مفاصلش که بزرگ باشه به این گفته میشه. و الکتفین و رکبتین، زانوهای درشت درشت داشته باشه، به در زیر اینجا آورده. و هذا واضح، مسئله واضح هست در اینجا. دقیقا همین روایت رو در اینجا در کتاب بهار الانوار آورده. تشکر میکنم از دوستان عزیز. بعد در جای دیگه در کتاب دیگری که خدمت شما عزیزان نشون بدم، در علل الشرایع، دوستان این علل الشرایع از شیخ صدوقش، در اینجا در جلد یک و دو با هم دارالمرتضای بیروت چاپ کرده، اینم شناسنامه کتاب، در سال 1427 هجری قمری چاپ شده، 2006 میلادی. در اینجا بابی زده بابی زده به عنوان باب علت کچلی امیر المؤمنین و دلیل این که چرا به ایشون میگفتن انزع البتین. در اینجا اومده روایت دیگری جعل کردن، خواستن جمعش بکنن، اینجا آقای صدوق اینو درست کرده، اذا اراد الله به عبد خیرا رما و بسلع فتحات الشعر عن رأسه وها هنذا. اینم یک بشارتی است به عزیزانی که کچل هستن، موی سر ندارن، که در اینجا امام میگه که امیرالمومنین که کسی که خداوند برای او خیری بخواد. ببینید روایت ها رو فقط شما بیاید اینجا مقایسه بکنید، در اهل سنت در کتاب ها اومده روایت که اذا اراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين او كما قال صلى الله عليه وسلم، اگر خداوند خیری برای انسانی بخواد، چون این انسان را فقیه می‌سازه در دین، علم دین رو بهش می‌آموزانه یا کمک می‌کنه که علم دین رو بیاموزه. اینجا گفته اگر خداوند به کسی خیری بخواد، این انسان چی میشه؟ کچل میشه. مثلا الان خداوند برای بوتین در روسیه خیر خواسته که کچل شده، خداوند برای این همه مرتدین و کفار و یهود و نصارا که کچل هستن، مثلا برای اسحاق رابین و برای شیمون پریز و برای اینا الله سبحانه وتعالی لازم الله خیر خواسته که اینا کچل شدن. روایت بعدی در این روایت میگه که از علی رضی الله عنه از سه چیز میپرسه، اسألوک ان قصر خلقک، چرا قد کوتاه هستی؟ و کبر بطنک، چرا بشکمت گند است؟ و انسلع راسک، چرا کچل هستی؟ در اینجا میاد جواب میده که به خاطر این قد کوتاه هستم که اگر که مثلا با انسان درازی به اصطلاح در جنگ روبرو شدم بزنم دو نصفش بکنم و نمیدونم اگر با خود به اصطلاح اندازه خودم باشه از وسط دوتاش بکنم، این در مورد جنگ. اما در مورد و اما کبر بطنی فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني بابا من العلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دري از علم رو به من یاد داد، ففتح ذلك الباب، این بابی که پیامبر یاد داد یهو باز شد تو شکمم، ففتح ذلك الباب الف باب، این یک بابی که پیامبر بهش یاد داده بود تو شکم جوجه کرد، هزار تا جوجه، هزار تا در باز شد تو شکم، فزدهم في بطني فانفخت في ضلوعي، این ده یک باب تبدیل به هزار باب شد، یهو باد کرد شکمم از دو طرف زد بیرون. شما رو به خدا، این
این شرح احادیثشون هست، این روایت هست، این فضایل حضرت علی رو داره بیان میکنه. و واقعا چیزای عجیب و غریبی شما در این علل و شرایع میتونید پیدا بکنید. اما جالبتر از این که ما همینطوری داشتیم بررسی میکردیم، من دوست داشتم که ترجمه فارسی این کتاب رو هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی نشون بدم و ترجمه فارسیش هم پیدا کردیم. دوستان عزیز نشون بدن این سفر رو، این علل و شرایع، تعلیف شیخ صدوق، جلد اول، ترجمه و تحقیق سید محمد جواد ذهنی تهرانی این کتاب رو ترجمه کرده. میریم به صفحه 527 این کتاب که این باب رو در اینجا آوردن. یک مطلب جالبی در اینجا هست که باید دوستان عزیز متوجه این بشن. دقیقا همون باب 128 که در کتاب در نسخه عربی بود، در اینجا باب 128 سر این که جلوی سر مبارک مو نداشت و جهت نامیده شدن از حضرت به انزع البتین که چرا بهش شکم گنده میگفتن. ببینید این صفحه شمارش 527، صفحه بعدش باب 524، صفحه بعدش 523، 523، 524، 527. متوجه شدید؟ یو از 524 رفت به 527. چی کار کردن؟ دو صفحه قبل آوردن روی این باب چسبوندن. ببینید این احادیث رو پنهان کردن در اینجا زیر ترجمه فارسی رو. صفحه 525. از 527 به جای 528 رفته به 525. دو صفحه قبل رو آوردن روی این گذاشتن. طبعا این کارا با فتوشاپ خیلی راحت میتونن. میره باب 127. ببینید باب 128، اینجا باب 127. و این تصادفی نیست، در همه کتاب رو گشتیم، در دو جلد این کتاب حدود 2000 صفحه هیچ صفحاتی رو این کارو نکردن الا این صفحه، و در اینجا صفحه 528 رو آوردن و باب بعدی رو. یعنی این روایات رو خجالت کشیدن، یعنی این کسی که این کارو کرده حالا دیگه چون جرأت نیست در اونجا بیان در مورد این اشخاص صحبت بکنه، کسی رد بکنه حرفای اینا رو، چون اینا استوانه های دینی هستن، اومده این بیچاره کسی که این کارو کرده خجالت کشیده، یا اینکه کلا از طرف مؤسسه‌ای که این کار شده در اینترنت نشر کردن این کتاب رو، گفتن که این به دسترس عامه مردم قرار نگیره و اومدن این کارو کردن و خیانت کردن در اسکن این کتاب، خجالت کشیدن. در کتاب‌های اینا شما تا دلتون بخواد در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دروغ و تهمت و از این چیزا پیدا میشه. این کتاب بهار الانوار هست از علامه مجلسیشون، اینم صفحه جلد این کتاب جلد 53 در صفحه 66 در چاپ‌های قدیم جلد 53 صفحه 111. در اینجا میگه که این سند روایت هست: دخلت على امیر المؤمنین و هو یأکل خبزا و خلا و زیتا. بر امیر المؤمنین داخل شدم که ایشون داشت نان و سرکه و روغن میخورد. یا امیر المؤمنین، قال الله عز و جل، الله عز و جل گفته که اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض. میگه وقتی که روز قیامت بشه، الله سبحانه و تعالی، آیه است در قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی حیوانی را از زمین خارج میکنه که این حیوان تکلمهم، با اونها صحبت میکنه. فما هذه الدابه، این حیوان کی است؟ جواب از علی رضی الله تعالی عنه، البته علی ما نه، علی اونها، علی که این توهینا رو بهش روا میدارن. هی دابتون تأکل خبزا و خلا و زیتا، یعنی این امون حیوانی است که داره نان و سرکه و روغن میخوره.
در اینجا روایت دیگری رو میارد که مردم شیعه این رو میگن که علی شیعه ادعا داره که علی دابت الارض است. میگه که فقلت نحن نقول، میگه که ما این رو میگیم و اعتراف است. در اینجا روایت 13 هم اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض فقال هو امير المؤمنين عليه السلام، این حیوانی که از زمین خارج میشه امیر المؤمنین علیه السلام است. و در اینجا این روایت هم در تایید همین است که شیعه اعتقاد دارن که علی همون چارپایی هست که در آخر زمان خارج میشه. این در جلد 53 صفحه 111 و 112 در چاپای قدیم و در صفحه 66 جلد 53 در چاپ جدید بهار الانوار هست. این از کتاب بهار الانوارشون. در بهار الانوار دوباره دوستان عزیز نشون بدن. در اینجا در صفحه 73 جلد 53 صفحه 124 در چاپای قدیم از علی سئل علی صلوات الرحمن علیه عن الدابه، از علی پرسیدن در مورد این دابه، همین دابه تلرزی که میگن علی است. گفت ایشون در جا میگه اما والله ما لها زنب، دم نداره، و این لها لها، ریش داره، و فی هذا اشارتون الى انها من الانس، در اینجا اشاره است که این حیوان حیوان انسی است. و روایت دیگری که در اینجا از ابن عباس روایت کردند که انها دابه من دواب الارض، حیوانی از حیوانهای زمین هست، مثل جانورانی که در زمین مثل الاغ، شتر، گاو، گوسفند، مثل اینا هست. لها زغب و ریشون، بالا پرم داره. خب شما تصور بکنید این رو. و لها اربع قوائم، چهار دست و پا هم را میره. در اینجا روایت بعدیشون میگه که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکنن که دابت الارض طولها 60 ذراعا، به اصطلاح 60 ذراع، یعنی به اندازه این قسمت دست 60 ذراع طول داره. لا یدرک الطالب، اگر کسی اینو دنبال بکنه نمیتونه دستگیرش بکنه. لا یفوت الحارب، کسی نمیتونه دستش فرار کنه. بعد میاد که مؤمن رو در بین دو چشمش میزنه و مؤمن و بین کافر رو میزنه در بین دو چشمش کافر و عصای موسی باش از خاتم سلیمان. ببینید دوستان عزیز، این از وهب اینجا میگه روایت کرده وجهها وجه رجل، چهره شره انسان است. و سایر خلقها خلق الطیر، دیگه اندام و بدنش مثل پرنده است. و این و مثل ذلك لا يعرف الا من نبوات الالهيه، این دیگه از معجزات الهی است، میگه که الله سبحانه و تعالی چنین جانوری رو خلق میکنه. و این روایت رو دوستان عزیز از تفسیر قمی است که از ابی عبدالله امام جعفر صادق روایت کردن که در مورد آیه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، میگه که این بعوض پشه ای که در خداوند در قرآن مثال زده در سوره بقره امیرالمومنین است. و ما فوقها، اون چیزی که بالاتر از پشه است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. علی پشه است، پیامبر علیه بالله بالاتر از پشه است. این در کتاب تفسیر قمی جلد 1 در سوره بقره آیات 27 تا 34 صفحه 35 ذکر شده. این از تفسیر قمی اینو. و همچنین در کتاب الرجعه از دارالعالمیه احمد الاحسایی اینو نوشته، بیروت چاپ اول سال 1414. در اینجا هم در مورد رجعت امیرالمومنین گفته که در آخر زمان امیرالمومنین رجعت میکنه به دنیا و او دابت الارض است، همون حیوانی که از زمین خارج میشه، 60 ذرا طول داره، امیرالمومنین است. این از کتاب الرجعه الاحصائیشون ذکر شده. و این
دوستی زحمت کشیدن و تصویر کتاب رو اسکن کردن، همون بابی که من نشون دادم که در اسکنش چیز کرده بودن، تلبیس کرده بودن، صفحه رو آورده بودن، چسبانده بودن همون صفحه. اینجا ترجمه خودشون است: اما بزرگی شکمم به خاطر این است که رسول خدا بابی از دانش به من آموزش داد که از آن هزار باب گشوده شد. این دانش ها در شکم من متراکم شدند و از دو سوی شکمم بیرون زدند. این چاپ فارسی خودشون، کتاب علل الشرایع که در ایران چاپ شده، همون که اسکنش رو نشون دادم که اومده بودن پنهان کرده بودن این رو. و روایت های دیگری است که توهین ها که من خجالت میکشم در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این روایات رو اینا در کتاب خودشون میارن و تهمت ها و اهانت هایی که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نسبت میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که میخوان محبتشون رو ثابت بکنن به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. آیا یعنی بهتر از این روشی پیدا نکردن که محبتشون رو ثابت بکنن؟ شما این صفاتی رو که در این کتاب ها اومده از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این صفات ها رو برای خودتون به تصویر بکشین در ذهنتون. من ترجمه همین کلمات رو از کتاب لسان العرب، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در روایت بهار الانوار اومده بود دهده البطن، یعنی غلیظ البطن، و رجل دهده به معنی قصیر و غلیظ البطن، یعنی شکمش گنده باشه و قدش کوتاه باشه. دهده البطن که در روایت بهار الانوار اومده بود. کرادیس، جمع کردوس، و هو کاهل و منکب، شونه ها، عظیم الکرادیس که آورده بودن در اینجا، و زخم الکرادیس یا زخم الکرادیس به معنی عظیم المنکبین کثیر اللحم، شانه های درشت، شانه های درشت و بزرگ داشته باشه. شما تک تک این صفات را که من میگم شما تصور بکنید برای خودتون: شانه های درشت، بزرگ، شکم گنده، قد کوتاه. انزع من النزع و هو انحصار مقدم شعر الراس من جانب الجبه، این دو طرف مو داشته باشه، دو طرف مو نداشته باشه، این وسط کمی مو داشته باشه و بغل مو داشته باشه. سکنه به کسر کاف و هو مقر الراس من العنق ای کان راسو عظیما من جهت الخلفیه، یعنی پشت سر کله گنده بوده، جلو کوچیک بوده، پشت سر گنده بوده. در مشاشه و کمشاشه البعیر المشاش هو کل العظم لا مخفی، این سر استخوانی که توش مغز نداشته باشه. و مشاش رؤوس و المشاش رؤوس العظام من الركبتين والمرفقين والمنكبين، زانوها، آرنجها، اینجا گنده گنده باشه سر استخوانها، مفاصل که بزرگ باشه. یعنی این که میگه که مشاش البعیر، یعنی میگه این سر استخوانش مثل سر استخوانهای شتر بزرگ بوده. این تعریف یا ترجمه کلماتی بود که در روایت بهار الانوار در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آورده بود. حالا شما بیاید این رو تصور بکنید، شخصی با این صفات رو. من حاشا و کلا که این صفات صفات علی رضی الله تعالی عنه باشه. در روایات اهل سنت میگن که علی رو به ماه شب 14 تشبیه کرده بودن. اینکه قدش کوتاه بوده، اینکه یعنی تشبیه سیدنا علی رضی الله عنه به حیوانات که دابت الارض است و نمیدونم الاغ است، و یعنی واقعا این توهین بزرگی است به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در کتابای اینا شده و اینا خجالت میکشن کتابای خودشون رو رد بکنن. به خاطر همین دیدید که هر دو تای این آخوند نادان اومدن موضوع رو کشوندن به اون طرف که نمیدونم پارچه فروش و فلان این حرفا. شما بیاید این کتابای خودتون رو مراجعه بکنید، اینا رو تصحیح و تضعیف بکنید، بندازید این خرافات و آشغالا رو دور از کتاباتون که توهین به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. این تصویری که شما با شنیدن این کلمات در ذهنتون مجسم میشه تصویر یک انسان نیست،
مجلسی وقتی داشته این چیزها رو جعل میکرده، این دروغها رو میبسته به ائمه اهل بیت، حتما تصویر ذهنی که از پدرش، از جدش، از شاهان صفوی، از نمیدونم این تصویری که اینا از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کشیدن در کتاب هاشون، شونا گنده و نمیدونم سر پشت سرش باد کرده و جلوش کوچیک و شکمش گنده و قدش کوتاه، و یعنی واقعا بی حیایی و بی شرمی این استوانه های مذهب شیعه اثنا عشری که ببینید چگونه به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه توهین میکنن در کتاباشون. من تشکر میکنم از عزیزانی که بیشتر از یک ساعت شد من در مورد این موضوع صحبت کردم. واقعا باید هزاران ساعت در مورد سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، شیر خدا، اولین فدایی در اسلام، اولین نوجوانی که ایمان آورد، کسی که مانند مهتاب شب 14 در میان اصحاب و اهل بیت پیامبر درخشید، کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایت‌های فراوانی مقام و منزلت ایشان را سدودند، انت منی به منزلت هارون من موسی، پیامبری که ایشان را به عنوان برادر خود پیمان معاهات بین خود و علی بستن، این شخصیت رو به جای اینکه بیان در مورد مناقبش، فضائلش، خدماتی که به دین انجام داده، این توهین‌ها و اهانت‌ها رو به ایشان روا می‌دارن. یک انسان ترسو و بزدل ساختن، یک انسانی که اصلا نمیتونه از ناموس خودش هم دفاع بکنه. من فقط یک روایت دیگر رو خدمتتون، چون قول دادم اونجا مال آقای قزوینی، گفتم الان به سراغ زباله‌دانی های شیعه رفته، روایت بعدی رو که من خدمت شما عزیزان نشون میدم، این روایت در مورد شهادت فاطمه زهرا بر حسب اعتقاد این هاست. اگر به یاد داشته باشن دوستانی که از چند سال به این طرف این شبکه رو متابعت میکنن، اول اومدن ایشون روایت از کتب اهل سنت رو بردن که این اهل سنت قائل به این هستن که عمر رفته و در خانه فاطمه رو شکسته و خونه رو آتیش زده و نمیدونم در رو زده و ایشون بین در و دیوار قرار داده و سخت جنین شده و از این حرفا. بعد که اومدیم روایات رو بررسی کردیم و در شبکه المستقله اومد و آبروش رفت و در بین عرب ها و فارس ها و همه، اعتراف کرد که بله هیچ روایت صحیحی وجود نداره در کتب اهل سنت الا روایت جوینی که اونم بررسی شد و خلاصه جوابش داده شد. برگشت در قم دوباره تو شبکه ولایت گفت که نه خیر، من اونجا از ترس اینکه شیعیان کشته نشن اومدم دروغ گفتم و تقیه کردم. دوباره تکرار کرد دروغاشو، دوباره پاسخ داده شد، کلیپ ها پخش شد و همه روایت هایی که از کتب معتبر شیعه و کتب اهل سنت ذکر میکرد همه رو پاسخ دادن، چه کتبی علما اهل سنت پاسخ دادن، چه در شبکه ها به این شبهات پاسخ داده شد. من اون شب یک کلیپ رو دوستان از بخش پژوهش بیگیری برای من آوردن، واقعا خندیدم به حماقت، به جهالت، به بدبختی، به بدبختی قزوینی خندیدم که بعد از اینکه داد میزد که آهای بخاری، آهای مسلم، آهای فلان کتاب، آهای فلان کتاب، الان رفته دلیل شهادت فاطمه و دشمنی علی با عمر رو از چه کتابی میاره. با هم کلیپ رو ببینیم بعد در موردش صحبت میکنیم. دوستان نشون بدن این سفر. و دعا عمر بالنار، خلیفه دوم آتش خواست و خانه را با آتش زد. ام حضرت زهرا آمد و فریاد درآورد یا ابتا یا رسول الله، خلیفه دوم شمشیر رو برای شما عرض کنم زد. حضرت ناله زد، فوسب علیون، علی ابن ابی طالب برخاست و جهش کرد، فاخذ بتلابیبه، کمربند عمر را گرفت، ثم نتره فسرعه و وجع انفه و رقبته، کمربند او را گرفت و محکم زد و با مش بر دماغ او زد و گردن او را زد و همه به قتله، تصمیم گرفت که عمر را بکشه. یادش آمد که پیغمبر اکرم
فرموده بود بر اینکه بعد از من با اینها مدارا کن. وقتی که وصیت پیغمبر بیاد او آمد، امیر المؤمنین سلام الله علیه دست کشید. این عقیده شیعه هست. بله دوستان، رو همین صفحه نگر دارن و زوم بکنن رو آدرسی که این روایت رو از اونجا ایشون بیان میکنه. کتاب سلیم ابن قیس هلالی، صفحه 568. دوستان اگر میتونن زوم بکنن رو این کتاب سلیم ابن قیس هلالی و بله کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 568. تشکر میکنم. این آقا بعد از اینکه آبروش در مورد کتاب‌های اهل سنت و روایت‌هایی که شیعه داشتن در کتاب‌های معتبرشون رفت، اومده دست به دامن کتاب سلیم ابن قیس هلالی شده. واقعاً برای این بدبختی این آخوند بی سواد باید خندید، برای بیچارگی این آخوند باید خندید. و من تشکر می‌کنم که اون آخوندی که اول کلیپش رو نشون دادیم در مورد حمار که الاغ که صحبت می‌کرد، یک نصیحتی کرد. انسان نصیحت رو از هر کی باید بشنوه، که به من نصیحت کرد که آقا انصاری وقتی این روایت ها رو میارید برید بررسی سندی بکنید. ما هم به حرف این آقا گوش دادیم و این روایت رو رفتیم بررسی سندی کردیم که اصلا این کتاب سلیم ابن قیس چه جایگاهی داره در مذهب شیعه. واقعا باید خندید به بدبختی آقای قزوینی. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن، رجال ابن غزائری، یکی از رجال شناسان شیعه هست، تحقیق محمد رضا حسینی جلالی، اینم شناسنامه ای کتاب در ایران هم چاپ شده، قم دارالحدیث سال 1422. رجالی که ببینید در اینجا آورده، عبان ابن ابی عیاش و اسم ابی عیاش فیروز تابعی، روی عن انس ابن مالک و روی عن علی ابن الحسین، ضعیف لا یلتفت الی و ینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم ابن قیس الی. این آقای عبان ابن ابی عیاش یکی از شاهکارهایی که کرده بود، علاوه بر اینکه ضعیف بوده، اصحاب شیعه گفتن که از شاهکارهایشون این بوده که کتاب سلیم ابن قیس رو ایشون جعل کرده، ساخته، منسوب کرده به کی؟ به سلیم ابن قیس. و یکی دیگر از راویانش ابراهیم ابن عمر از صنعانی الیمانی، یکنا ابا اسحاق ضعیف جدا. اون آقایی که ساخته بود این کتاب رو، علاوه بر اینکه کتاب رو ساخته اصلا خودش ضعیف است. اینکه کتاب رو جعل کرده و منسوب کرده به کسی دیگه، این که خیانت عظما هست، باید گردن این آقا زده بشه. این در مورد این راوی. در صفحه 63 همین کتاب در حرف سین، در کتاب ابن غزائری در حرف سین، سلیم ابن قیس الهلالی العامری روا عن امیر المؤمنین و حسن و حسین و علی ابن الحسین و ینسب الیه عادل کتاب المشهور. این آقای سلیم ابن قیس، این کتاب به ایشون منسوب هست، همین کتاب سلیم ابن قیس هلالی. و کان اصحابنا یقولون، اصحاب ما میگفتن، این سلیم لا یعرف، این آقای سلیم شناخته شده نیست، ولا ذکر فی خبر، در اخبارم ذکر نشده در مورد این شخص، یک انسان مجهول، یک انسانی که بهش دروغ بستن و این کتاب رو براش ساختن. در صفحه 118، در صفحه 118 رجال ابن غزائری در شخصیت 34 یا 193، سلیم ابن قیس الهلالی، لم یروی عنه الا عبان ابن ابی عیاش، امون عبان ابن ابی عیاشی که ضعیف بود و کتاب رو جعل کرده بود، و میگه از سلیم ابن قیس غیر از همین شخص کسی دیگری روایت نکرده. یعنی مثل این که ابوالقاسم بیاد کتابی رو جعل بکنه
بگه این کتاب رو قزوینی نوشته، در حالی که قزوینی ننوشته باشه. دقیقاً این آقای عبان ابن ابی عیاش این کار رو با سلیب قیس هلالی کرده که جناب آقای قزوینی خیلی تحقیق کردن بعد از 20 سال اجتهاد و زحمت‌های فراوانی که در حوزه کشیدن و شیخ مفید زمان شدن، آخرش هم رفتن گشتن یک روایت پیدا کردن در اثبات عداوت و دشمنی بین علی و عمر و اینکه خانه فاطمه به آتش کشیده شده، و اونم از کتاب سلیم ابن قیس. میریم در کتاب الموضوعات فی الآثار والأخبار، هاشم معروف حسنی، دارالتعارف للمطبوعات بیروت، یکی از استوانه های حدیث و رجال شیعه هست که این آقا در اینم شناسنامه در سوریه چاپ شده این کتاب، در این صفحه 184. این از جمله میگه روایاتی که این روایت رو در اینجا گوش کنید، و اضافه الى ذلک علی علیه السلام که ما جاء فی روایت، در روایت اومده که ان رسول الله اخبرنی ان الناس یبایعون ابا بکر و ان اول من یبایعو علی منبری ابلیس فی صورت رجل شیخ مشمر یجمع شیاطینه و ابالستهی فیسخر و یقول زعمت ان لیس لی علیهم سبیل. میگه شیطان با شیطان‌های کوچیکش با دست جمع میشن و اولین کسی که رومنبر اومدن با ابوبکر بیعت کردن شیطان و دار و دستش بود، و میگه شیطان مسخرهشون میکرد، میگفت که فکر میکنید که من نمیتونم به اصطلاح بر شما راهی داشته باشم که شما رو فریب بدن؟ ببینید چی کار کردم، حتی ترک و امر الله کاری کردم که امر خدا را ترک کردن و طاعت خدا را ترک کردن و آنچه که پیامبر به او امر کرده بود ترک کرد. ببین این صاحب این کتاب در اینجا چی میگه. و یکفی، کافی است که هذه الروايه، این روایت ایبن ایب امین روایت کافی است که انها من مرویات سلیم ابن قیس و هو من المشبوهین والمتهمین. این سلیم ابن قیس از جمله مشبوهین، انسانهایی که مشبوه هستند و متهم هستند بالکذب، انسانهای دروغگو هستند. و قد ورد فی کتاب المنصوب الیه ان محمد ابن ابی بکر وعظ اباه عند الموت. میگه دروغای دیگری که در این کتاب سلیم ابن قیس اومده که محمد ابن ابی بکر نصیحت میکرد پدرش رو در وقت مرگ، مع انه کان فی حدود سنتین من العمر. میگه این محمد ابن ابی بکر 2 ساله بود، در این کتاب روایت کرده که در موقع مرگ علی ابن ابی طالب پدرش رو نصیحت میکرد، فرزند 2 ساله. کما ورد فی ان الائمه 13 اماما. همچنین از عجایب و غرایب کتاب سلیم ابن قیس هلالی این است که امامان رو 13 تا میدونه، نه 12 تا، همون معمای 13 امامی خودمون. و در بعضی روایت اومده که ایشون زید ابن علی رو هم امام میدونسته، یعنی میگفته اماما 12 تا نیستن و 13 تا هستن. که امیدوارم آقای قزوینی دروغگو جرأت داشته باشه که نظرش رو در مورد کسایی که قائل به 11 امام و 13 امام هستن بگه. این از این کتاب. در تصحیح اعتقادات امامیه از مصنفات شیخ مفید هست، مجمع عالمی اهل بیت این رو چاپ کرده، الامام الشیخ مفید محمد ابن احمد النعمان ابن معلم ابی عبدالله الاکبری البغدادی. اینم در مؤسسه امام صادق قم اینو چیز کرده، این کتاب رو چاپ کرده در اینجا. در این صفحه 149. و اما ما تعلق به ابو جعفر رحمه الله، اما آنچه متعلق به ابو جعفر رحمه الله هست، من حدیث سلیم الذي رجع فيه الى کتاب المضاف، یا در اینجا گفته مضافن الی بروایت عبان ابن ابی عیاش، فالمعنی فيه صحیح، غیر ان هذا الكتاب غیر موثوق به. میگه که اون روایت با وجودی که حالا اشارش به روایت دیگری است در اینجا که ربطی به بحث ما نداره، اما میگه که این معنای روایت صحیح است، اما این کتاب کتاب موثوقی نیست. ولا يجوز العمل على اكثره، اکثر این کتاب جایز نیست که بهش عمل بشه. و قد حصل في التخليط والتدليس، میگه موضوعات در این کتاب خلط شده، قاطی پاتی شده، و تدلیس همون کاری که آقای قزوینی، ببینید در اون روایت قبلی، در کتاب قبلی میگفت که دروغگو هست سلیم ابن قیس، در اینجا میگه مدلس هست. دقیقا صفاتی که آقای قزوینی داره، در کلیپاش ما همیشه در مورد صحبت کردیم،
میگه کبوتر با کبوتر باز با باز کند، ام جنس با ام جنس پرواز. ایشون هم گشته در این زباله های مذهبشی غیر از این سلیم ابن قیس هلالی که سیگر رو پیدا نکرده و داره به روایت ایشون استدلال میکنه که از صفاتش این بوده که تدریس داشته. فینبغی للمتدین، به آدم دیندار، این شیخ مفید، شیخ مفید اول به شیخ مفید دوم آقای قزوینی نصیحت میکنه، فینبغی للمتدین، برای متدین لازم است که ان یجتنب العمل بکل ما فیه، انسان متدین بعد از همه آنچه در این کتاب ذکر شده چیکار بکنه؟ دوری بکنه. ولا یعول على جمله، و همچنین گفته به صفحه بعدی این کتاب بریم، و تقلید لرواته، میگه که نباید بره چیکار بکنه؟ حرفایی که روات اینجا گفتن از اونها نقل بکنه و تقلید اونها رو بکنه. وليفزع الى العلماء فيما تزمنه من الاحاديث ليوقفه على الصحيح منها والفاسد، بلکه باید این آقا بره دنبال علما و این احادیثی که در اینجا آورده در ليفقهه، در اینجا آورده ليفقهه على الصحيح منها والفاسد، اون روایتی که صحیح و فاسد است رو براش جدا بکنه. این از این کتاب. دراسات فی علم الدرایه، علی اکبر غفاری از علامه مامقانی است این کتاب، تخلیص مقباس الهدایه این کتاب، اینم در ایران چاپ شده. در اینجا در مورد شخصیت سلیم ابن قیس هلالی الکوفی الذی لم یروی کتابه الا عبان ابن ابی عیاش، میگه این سلیم ابن قیس هلالی کتابش رو غیر از عبان ابن ابی عیاش کسی دیگر روایت نکرده و این کتاب ها رو کسی دیگری غیر از احمد ابن میسن و احمد ابن فضل ابن دکین صاحب المصنفات و النوادر لم یروی کتابه احمد ابن زیاد و غیر من اصحابنا الى آخری. در اینجا چی میگه؟ والفایده المتهمون بالکذب، کسانی که متهم به دروغگویی هستند، اول وضع، کسایی که وضع بودن حدیث می ساختن، اول تخریط، اول تدلیس، کسایی که به اصطلاح تخلیط می کردن، یعنی موضوعات رو به هم دیگه قاطی پاتی می کردن و تدلیس می کردن، والذین یجب تبین فی نبعهم عملا بکریمتی، میگه که باید لازم هست که تبیین صورت بگیره در مورد اخبار کسانی که آوردن این اخبار رو، عمل به این آیه کریمه که اینجا اکن فاسقون بنا به این فتبینو، میگه که اگر انسان فاسقی خبری رو برای شما آورد شما در مورد جستجو کنید تا حقیقت براتون بیان بشه. والمشهورون منهم هاولا، کسانی که مشهور هستن به فاسق بودن، عبان ابن ابی عیاش، ابو اسماعیل بصری، اتهم بوضع کتاب سلیم ابن قیس، این آقای فاسق و دروغگو و مدلس عبان ابن ابی عیاش کسی است که کتاب سلیم ابن قیس رو چیکار کرده؟ ساخته، جعل کرده و نسبت داده به سلیم ابن قیس، و تقدم الکلام فیهی که در مورد این شخص قبلا هم صحبت شده. این از این کتاب. رجال ابن داوود کتاب دیگری است، ابن داوود اینو نوشته، اهم مصادر رجال حدیث در نزد شیعه است، تحقیق سید محمد صادق آل بحر العلوم المنشورات نجف، در ایران هم در قم این کتاب چاپ شده. در اینجا این کتاب کتابی است در مقدمش میگه که مختص به موثوقین والمهملین، وجب ان اتبعه بالجزء الثاني والمختص بالمجروحين والمجهولين، در جزء اول، در جزء اولش مجروحین و مجهولین رو میاره، در جزء دومش مهملین و موثوقین رو میاره. تا عبان ابن ابی عیاش بلیا، این عبان ابن عیاش همون کسی که دروغگوی مدلس که کتاب سلیم ابن قیس رو جعل کرد. ضعیف، قیل گفته میشه انه وضع کتاب سلیم ابن قیس، کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو ساخته و جعل کرده و به اون نسبت داده. در صفحه 226 این کتاب این مطلب اومده. این من عمل کردم به نصیحت این آخوند محترمی که کلیپش اول پخش کردیم،
در مورد اون حدیث حمار صحبت کردن که باید ما بررسی سندی بکنیم. منم این یکی از روایت هایی که جناب آیت الله قزوینی شیخ مفید زمان در روزه، اگر دو تا عالم علم رجال باشه یکی شیشون هستن که گشتن بعد از سالها، بعد از رسوایی های مستقله و دروغایی که در این شبکه و شبکه های دیگه ازشون پخش شده، رفتن و یک سند پیدا کردن در مورد شهادت فاطمه رضی الله عنها که دروغی بیش نیست و اونم از کتاب سلیم ابن قیس هلالی. دوستان عزیز، با همین برنامه کوتاهی میبینیم و از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس خواهد شد. من تاکید دائمی که دارم به بینندگان عزیز و گرامی، انگامی که تماس شما برقرار میشه با شبکه، لطفاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید، زیرا صدا را از طریق تلویزیون با حدود 20-25 ثانیه تأخیر در بعضی اوقات میشنوید و این سبب میشه که نتونیم با شما گفتگو نماییم. با هم میان برنامه میبینیم و بعد برمیگردیم خدمت شما بزرگواران. وقت رجال سيدنا علي بن ابي طالب رجل بلغ اشده واستوى. اول من اسلم من الصبيان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه. علي بيت الرجل وهو يعلم أنه قد يقتل. له إمام علي بن أبي طالب في خيبر يقول النبي لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. مو هذا المشكلة، كل واحد يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن تدرون شنو الكرامة؟ ويحبه الله ورسوله. ترى أعطي الراية واحد الله يحبه، كل الصحابة تمنوا، لكن لم يكن لها في ذلك اليوم إلا علي. ثم هاجر مشيا على قدميه إلى المدينة، 500 كيلو مشي، هاجر ماشيا على قدميه، فوصل إلى قباء يوم وصلها النبي. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيد السندرة. كان يبكي سمعته يقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، دوري واحد ثاني مو أنا، يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. نعم إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. المجاهد العنيف والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر، ما لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. فحبك يا شهيد الفجر دين. بله بینندگان عزیز و گرامی، از همین لحظه تماس های شما عزیزان را خواهیم گرفت که در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده انشاءالله صحبت خواهید کرد و دوستان سعی کنن از پرداختن به موضوعات جانبی خودداری بکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام اکه انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و خواهر گرامی بفرمید. امینه هستم از تاجیکستان. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و میخواستم بگم که اون در کتاب شنوادگی که حضرت علی رو باید مردش کم گونده معرفی کرد، این بیشتر به آقای قزوینی مونند است. اون شکمی درمش کلای چیزی به علی ما عموما مونند است. حضرت علی ما خیلی مرد زیبو بود و خیلی با عقل و با چی بود، این بیشتر به آقای قزوینی مانند است. درست. تشکر از شما خواهر گرامی. الله متعال. تشکر از برنامه خوبتون. زنده باشید. تشکر از برنامه خود، حق ما داک نیست. الله متعال حفظتان کنه خواهر گرامی. دافیر. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. ما خیلی برنامه شما را دوست نداریم. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه خواهر گرامی. تشکر از شما. خداحافظ استاد. خداحافظ شما. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم خواهر گرامی، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. وصال حق. وصال حق، بفرمایید. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی. من از ایران تماس میگیرم. بفرمایید. در مورد موضوعی امروز دوستش، من کلیپ اول رو ندیدم، یه رو به اول برنامه متاسفانه دیدم. درست. ولی در مورد بقیه موضوع حالا نمیدونم. در مورد یه مسئله بود، من خیلی وقت بود دوستشم با شما تماس بگیرم، ولی خصوصا این مسئله اون روزا مثلا نمیشد، میترسیدم مثلا خارج از بحث برنامه باشه. ولی امروز خوشبختانه این مسئله که شما هست که من بگم در مورد حمله مثلا حضرت عمر به خونه حضرت فاطمه، این که مثلا گفتن آتش زد و اینا، بحث من یه تو گول شدم. آقای انصاری مثلا میخوام از دیدن زد میخوام ببخشید. من چند وقت پیش توی شبکه فکر کنم امام حسین یا بقیه دیده بودم به صدا زیرنویس بهشان، بعد نفس دقت میکنم ببینم مثلا اینا چیا میگن. دیدم مثلا زیرنویس شده بود که آره، یه بار گفته بودن که آره حضرت عمر به صدا با یه عده آدم اومدش و خونه رو به صدا در و لگت زد و فلان اینکو بیان بیان آتیش میزنم، حالا طلحه و زبیر و نمیدونم حضرت علی و نمیدونم مسلم و اینا بودن. درست. بعد دوباره توی قسمت بعدیش تو دوباره نوشته بود که اینو در وقتی که شیخ امزد فاطمه زهرا نمیدونم فاطمه زهرا بود که تو میخوایی در خونه من بشکنی، میخوایی به خونه من حمله کنی، اصلا من آتیش زد، بعد گفت بیان بیرون میخوام آتیش بزنم تمام کسایی که هست این تو رو. درست. من دوباره خودشون نمیفهمن که چی دارم میگن، یه بار آتیش زد، یه بعد جالب اینجاست که خودشون میگن طلحه، زبیر، حضرت علی، مسلم، یعنی سوالان دقیقا یادم از خیلی اسکوپی بود، یعنی تمام از اون آدم هایی که قرآن مثلا یعنی در مسلمون به موقع بودن، یعنی زب فرمانده های این لشکر بودن، یعنی خیلی ادعاشو میشد از نظر غیبت، از نظر اسلام. و اینطور که اینا میگن مثلا پیامبر ما حضرت محمد و حضرت علی مثلا اینا اعتقاد دارن که اینا علم پیب داشتن، ولی حتی این هم نوشته بود که پیامبر مثلا وقتی به صورت فاطمه نگاه میکرد میگفت من به یاد اون روزی میفتم که بعد از من پهلوی تو شکسته خواهد شد و تو سخت جنین میشینی. اینو چطور به حضرت فاطمه گفته بود؟ حضرت علی هم میدونه و علم پیب هم که خودش داشت که همچین چیزی میشه و داشت میدونست که همچین چیزی میشه. و چطور به قول تو که این قرد به غیرت میشه که ناموسش رو تنها بذاره بسسه و همچنین نه تنها خود حضرت علی، طلحه، زبیر، اینایی که سران فرماندهان لشکر پیامبر بودن، ما همچنین خب این حالت یکی شد. و اینکه من ازم اون موقع دستگاه سونوگرافی کنم بود که محسن شیش ماه تشخیص داده شد یا بعد از فوت حضرت فاطمه زهرا اینو بله. این از تناقضات، بله تناقضات و دروغ هایی است که در کتاب های اینا وجود داره. بفرمایید. دروغ و فراغون کار میشه بعدی که اینکه میگن تو قافی بکنی، این از درجه شد اینه. درست. یعنی بگیم که در مورش کتاب بوندگی بود، خیلی برام جالب پیش اومد، این قضی کتاب بوندگی که میگفتن حضرت علی درخشید مثل وقت تو رو خیلی بگیم از بیانده ها مذر میکنم بعد خواهر خودش رو من رو درخشن. خوش. اینا میگفتن که شکم گنده که بعد علمش رو مثلا گفته بود. خب پس این آخونده ما یعنی اینا همه شکم گنده یا علمشونه؟ من دولا گنده بودم آخه اینا که وقتا رو بگم علی اون پاس نمیدی می کنن پس نه شکم گنده هست بعد اصلا علمشونه. خب من دولا اونجاست اینا که با این زحمت مثلا آقای غزنی 20 سال اونجا درس خوند، 30 سال اونجا درس خوند، به قول اون آقای میگه یعنی 90 سال شکته اینقدر درس خونده من الجام کرد اوت کاپی میکنم از چه اوت
خالی میکنم. پس چرا روزی برای دوسته و برای اجابت مزد میرن و این علمو خالی میکنم تو فاضل آبا؟ من تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. زنده باشید. تشکر از شما. زنده باشید. آدمایی که صحبت میکنن با اینا و این برنامه رو میبینن یک ذره خدا بهمون عقل داد. درست. خب عقل داد، قرآن هم داد. یا خودمون فکر کنیم یا با چشممون ببینیم بخونیم درک کنیم. یک کار رو بلاخره میتونیم بکنیم که آدمیم. درست. تشکر از شما خواهر گرامی. الله متعال افزتون کنه. واقعا مطالب زیبا رو فرمودید. امیدواریم که زنده باشید. تشکر از شما. خواهش میکنم. تشکر از شما خواهر گرامی. زنده باشید. سلامت باشید. الله متعال افزتون کنه. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوبی دار انصاری؟ محمد هم از یزد زنگ زدم. آقا محمد گرامی بفرمید. آقای انصاری ببخشید که شما ماشاءالله یه چیزی دوره یک ساعت 45 دقیقه در باره این موضوع صحبت کردید. حالا ما چقدر بخوام این صحبت های شما را در حال رو حرف بزنیم. آقا محمد شما 5 دقیقه از همین الان بله آقا محمد گرامی دوستان تایمر میذارن، شما 5 دقیقه وقت دارید، هر چی که دلتون میخواد در مورد این موضوعاتی که ما صحبت کردیم بگید، بعد از اون من تماس شما رو قطع میکنم پاسختون رو میدم. بفرمایید. خب اما به یک شرط آقا محمد بزرگوار، یک شرط ما داریم که سعی نکنید بدون دلیل از قزوینی دفاع بکنید. شما میایید دفعه قبل من مجبور شدم تماس شما رو قطع کردم به خاطر اینکه بدونید آقا میگید شاید این اشتباه کرده باشه. اگر ایشون اشتباه کرده خودش زبان داره، شبکه داره، بیاد بگه اشتباه کرده. شما اگر میخواید به عنوان وکیل مدافع ایشون صحبت بکنید در اینجا، مثل آقای شریفی یک نامه از ایشون بیارید یا یک پیام صوتی تصویری از ایشون بیارید که شما رو به عنوان نماینده خودشون تعیین بکنن، بعد ما با شما ان شاء الله مفصل صحبت میکنیم، وقت مساوی در اختیارتون قرار میدیم که شما هم یک ساعت صحبت بکنید، صداتون رو کسی قطع نکنه. نه من که اصلا هیچ ارتباطی ندارم متاسفانه آقای قزوینی. حالا اگه شما میگید ما ازشون دفاع میکنیم، شما خودتون کلیپ میذارید بعد میگید نظر بده، ما نظرمونو گفتیم. والا ما آقا محمد گرامی نظر بدید. آقا محمد شما نظر بدید، نظر علمی بدید. ما یک موضوع علمی رو آوردیم، ایشون روایت آورده از کتاب سلیم ابن قیس هلالی. ما 6 مصدر از مصادر مورد اعتماد شیعه در علم رجال و حدیث رو آوردیم و نظر علما رو در مورد کتاب سلیم ابن قیس هلالی گفتیم. الان شما بیاید بگید که والله آقای قزوینی اشتباه کرده. خب این که نشد، این نظر نشد. نه همچی چیزی نیست. اجازه بدید. بسیار خوب. الان شما از همین لحظه 5 دقیقه وقت دارید. اینا دوستان تایمر بذارن. آقا محمد از یزد 5 دقیقه بفرمایید. این قبول نیست. بذارید من این مطلبی که شما خارج از موضوع گفتید منم عرض بکنم. شما ببینید من مدافع آقای قزوینی به اون شکلی که شما فکر میکنید من به هر حال بلد نیستم اصلا چیز بکنم. مطلب ما چیزی که نظرمون اومد آقای قزوینی، ما هر جایی که باز تو شبکه خودشون هم اعلام کردیم، همینجا من میخوام اعلام کنم که ایشون اصلا راه ارتباطیشون صفر تقریبا، یعنی اصلا کسی نمیتونه با ایشون صحبت کرد مگر اینکه تو پیامگیر صحبت کنید. پیامگیر که معلومه به ایشون بگذارن، ایشون نم ایمیل شخصی گذاشتن که کسی بتونه باهاشون صحبت کنه، نه تلفن عمومی میگیرن که کسی باهاشون صحبت کنه، فقط تو این برنامه‌های زنده است. من الان تو شبکه شما اعلام میکنم که به ایشون میخوام عرض کنم که واقعا شما لازمه حاجی آقای قزوینی بزرگوار که من به شما ارادتم دارم یه برنامه بگذارید که مردم با شما مستقیم بتونن صحبت کنن، تلفن مستقیم، ایمیل مستقیم، یه چیزی داشته باشید که مردم با شما صحبت بکنن. این حالا این ولی من شما اونا تا که شما صحبت کردید در رابطه با کلیپی که ازشون گذاشتید، من رو کلیپ گفتم، ایشون گفتن که مثلا وقت کنه که هجرت به حبشه بوده و هجرت به مدینه، ایشون اشتباه کردن و همه هم فهمیدن که اشتباه شده. ولی من هیچ
کاری دیگه نداشتم. اما از حالا میخواید وقت منو بگذارید، از همین الان وقت منو بگذارید. این تا حالا دوستان تایمر رو صفر بکنن. بله تایمر رو صفر بکنن. دوباره 5 دقیقه آقای محمد عزیز در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده ان شاء الله صحبت خواهند کرد. بفرمایید. ببینید یک کلیپی از آقای دانشمند شما پخش کردید که ایشون فرمودن که خداوند تمام قدرتش را گویی تمام قدرتش را در بازوان علی گذاشته بود. این که خدا تمام قدرتش را در بازوان علی بکنه بگذاره، این یه چیز غلوآمیزه. ولی این که قدرت خدا بازوان علی قدرت خدایی داشتن، این حق هیچ شک و شبهه‌ای در دون نیست. یعنی ما بازوان علی قدرت خدایی داشتن، ولی نه که تمام قدرت خدا. شما تو جنگایی که در صدر اسلام بود، شما نگاه کنید تو جنگ بدر 36 نفر به دست حضرت امیرالمومنین کشته شدن. شما در جنگ خندق عمرو بن عبدود تو یکی از جنگا نیست کسی بتونه پشت مولا امیرالمومنین زخمی کرده باشه یا به خاک رسونده باشه. خودشون فرمودن من شمشیرم و به هر که زدم یا مغزش شکافته شد یا کمرش شکست، زخمی در کار نبود. این از شجاعتش، این از در جنگش، این که بازوانش واقعا بازوان قدرت خدایی بود، قدرت خدایی بود، نه که همه قدرت خدا در بازوانش باشه. شما در جنگ خیبر هم همین مسئله رو داشتیم ما، که خود مولا حضرت رسول الله فرمودن که هم خدا ایشون رو دوست داره، هم ایشون خدا رو دوست داره، هم من ایشون دوست دارم، هم ایشون منو دوست داره. پس فرد به دست ایشون گشوده میشه. اینا همه قدرت خداییه. خود خدا در قرآن میگه در جنگ من شما را یاری کردم. کیا بودن؟ خود مولا امیرالمومنین، یکی از صحابه جلیل القدره. این که شما شکی در اون نیست. این از این نظر. بعد از این نظر آقای انصاری، از نظر اینکه شما نگاه کنید که من شکم گنده بود، سر اینجوری بود، چشم اینجوری بود، این بحثا کردن، این بحثا اضافیه. اینا رو در رابطه با خلیفه دومم تو کتاب شما این همینا نقل میکنن. اینا اصلا مرتب کردن اصطلاح نیست، اینا شما گل به خودی زدن هم به قول معروف. شما اینا میگید اونا میان از اون خلیفه دوم میگن، اینا اصلا مطرح نکنید. واقعا یه چندشاور خدا شاهده این حرفا رو زدن. این همه فضایل هست، ما ما حرفی نداریم. شما این صحبت ها میکنید، خب به هر حال اونا میشینن میگن، به هر حال اینا خوبیتی نداره. این که مثلا حالا شکم اینجوری بوده، اولا که شکم همه میدونن وقتی که باب علم در باز میشه تو مغز باز میشه، تو فکر باز میشه، نه تو شکم. این که بحثی توش نیست، این که همه میدونن یه چیزای پیش پا افتاده ای هستش که اعلام میشه. اما آقای انصاری بزرگ شما حضرت که این عزیز صحبت ها که فرمودید، حالا من دیگه بقیش هم کاری ندارم که اینا صحبتی شد، حالا چه حرف هایی زده میشه، این صحبت هایی که گفته میشه اینا کار نداریم. ولی حالا ما نمیدونیم چقدر بحث میتونیم بکنیم. شما فرمودید 5 دقیقه. من میخواستم که در رابطه با این یعبدون من دون الله، شما من دون الله را که صحبت میکنید، من خیلی میخواستم در این رابطه صحبت کنیم. این صحبت هایی که میکنید همه بحث های جانبیه. من حالا هرچی خلاصه به شما عرض کنم آقای انصاری، این چیزایی که شما در خواندن غیر خدا در قرآن صحبت میکنید، این خواندن معنی مختلفی در قرآن داره. مثل خوردن، مثل فرض کنید مثل زمین خوردن، مثل مثلا غرق خوردن، مثل تکان خوردن، مثلا فرض کنید سر خوردن، اینا همه اسباب خوردنه. اون خواندن هم شما هر جای یه معنی خاص خودش داره در قرآن کریم. خواندن به اون معنی که شما میگید، ما اونی که بعده در قرآن به معنی خدایی خواندنه. اگر شما به خدایی خواندید اون مشکل داره، ولی شما کسی را بخوانید هیچ مشکلی نداره. روز شما هر چقدر که نگاه کنید میگن فلا تدعوا مع الله الها آخر، میگن هرگز با خدا خدای دیگری را نخوانید، یعنی کسی دیگری را به خدا به خدایی نخوانید. این به حال آیت قرآن فراوونه. و من یاد عمر الله اله آخر لا برهان له، اینا همش اینه که میگه شما کسی دیگر را به نام خدا به خدایی نخونید، یعنی جایگزینی نکنید. این آیه سوم سوره زمری که شما میخونید، اونجا میگن مشرکان مثلا میگن اینا ما بتا را میپرستیم چون اینا ما را به سوی خدا نزدیک میکنن. در تمام قرآن شما اگر جستجو کنید هیچ کجا ندارن که بت پرستا، مشرکان، کافران خدا را بپرستن. هیچ جا اعلام نشده که خدا را بپرستن. همیشه من دون الله را عبادت میکردن. من دون الله همه جز همه چی میشه، ولی خود خدا در تمام قرآن همونطور که عرض کردم من دون الله را میپرستیدن.
هیچ کجا ندارن که بت پرستا هم خدا را میپرستیدن هم مندونلا را میپرستیدن. اینا را وصف میکنید به شیعیان. شیعیان اصلا وقتی که میگن ما مولا امیرالمومنین یا علی میگیم، شما از چه جهتی میگید اینا مثلا عبادت اینا دارن علی را میپرستن؟ شیعیان به هر حال دعای کمیل دارن. شیعیان دعای اصلا شما نگاه کنید مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه آدم واقعا لرزه به تنش میفته. این توحید به این بزرگی شما اینا رو میذارید مثلا در برابر بت ها اونا، اینا به هر حال دلالی هست که شما، ما اگر رو خط باشیم شما هم صحبت کنیم این نتیجه میگیریم. حالا به صورت من خیلی فشرده صحبت کردم که شما هم خلاصه گوش کردید و خیلی ممنون. حالا اگر کار دارید با من رو خط باشم، ولی شما اینا رو توضیح به ما بدید که در رابطه با من دون الله که کجای قرآن گفته شده که من دون که بتان هم خدا را میپرستیدن هم بتا را میپرستیدن هم اشخاص را میپرستیدن مثلا، یا بر صورت همه اینا، اینا هیچ کجا در قرآن اعلام نشده. حالا در صورت ما در خدمت شما هستیم آقای انصاری. بله ببینید برادر گرامی آقا محمد، شما تقریبا حدود 6 دقیقه صحبت کردید در مورد این که خداوند قدرت رو در بازوان علی قرار داده. هر قدرتی که در دنیا هست الله سبحانه و تعالی قرار داده. ما مشکلمون با قدرت قرار دادن الله سبحانه و تعالی نیست، مشکل ما با چیه؟ با این که ما بگیم که قدرت الله همه در بازوان. مشکل ما با غلو و افراط است. مثل اون آقای اصفهانی که کلیپش هفته گذشته یا هفته قبل از اون پخش کردیم که میگه که همه دنیا رو سیبیل مولا علی میچرخه، که متاسفانه علمای شما بیشترشون چی هستن؟ گرفتار همین غلو و افراط هستن. مشکل همین است. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه میفرماید که هلک فی رجلان، دو مرد در مورد من هلاک شدن. هلاکت در اصطلاح انبیا و الله سبحانه و تعالی و علما که ذکر میکنن برای یک مؤمن، برای یک مسلمان، یعنی هلاکت یعنی رفتن در جهنم، نابود شدن. مبغضون قال و محبون قال، از بس که محبت کردن قلوب کردن و بس که دشمن بودن چی کردن؟ تهمت ها بستن به علی، با علی جنگیدن، علی رو متهم کردن. پس هر دوی این گروه چی شدن؟ نابود شدن، به هلاکت رسیدن. در مورد این که شما میفرمایید که آیا این مطالب در هر جایی که اگر در کتب علمای اهل سنت، من تحدی و چلن میدم به شما که علی رو به گاو و گوسفند و الاغ و شتر و این چیزا تشبیه کرده باشن، یا عمر رو تشبیه کرده باشن، یا ابوبکر رو تشبیه کرده باشن، خب بیارید. ما از صحیح ترین کتابای شما آوردیم. به این برادر عزیز و گرامی میگید این روایت چندشاوره. خب بیننده زنگ زده به شبکه ولایت زیر نظر آقای مکارم شیرازی، یه آخوندی هم با انقدر عمامه سیاه اونجا نشسته، به جای اینکه جواب علمی بده به بیننده، نه آقا این وهابیا کینه دارن به حضرت علی این حرفا رو میزنن، دروغ ترجمه میکنن. چه شما توقع داری ما در مقابل این دروغ و تلبیس و خیانت اینا بشینیم دست رو دست بگذاریم چون که آقا محمد عزیز از ناراحت میشه؟ نه، باید چهره کثیف این آخوندا رو ملت بشناسن. شیعیان قبل از اهل سنت بعد اینا رو بشناسن، به جای اینکه بیاد بگه خود روایت بررسی سندی بکن، بگو به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این روایت دروغ باطله. میاد میگه که نه اینا چون وهابیا هستن و آقا پارچه فروش هست و دشمنی داره با اهل بیت پیامبر، این رو اشتباه ترجمه کرده. شما ترجمه خودش هم دیدید که چی ترجمه کرده بود. اما در مورد اینکه من دون الله، ببینید در قرآن کریم دقیقا همون کاری که شما دارید با ائمه میکنید، با بزرگات میکنید. الله سبحانه و تعالی در مورد مشرکین وقتی که صحبت میکنه، دوستان نشون بدن اینو، آیه 18 سوره یونس، و یعبدون من دون الله، من دون الله کسانی رو پرستش میکنن غیر از الله سبحانه و تعالی، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، نه ضرری به اونها میتونن برسونن نه نفعی به اونها میتونن برسونن. و یقولون، حرفشون چی است؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، به مجرد این که شما کسی رو که الله سبحانه و تعالی شفیع خودش قرار نداده، او رو شفیع خودتون قرار بدید، این پرستش من دون الله هست. از کسی که الله سبحانه و تعالی اطاعتش رو بر شما واجب نکرده، از او اطاعت بکنید، عبادت من دون الله هست. قل، در اینجا الله چی میگه؟
اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض؟ آیاش خداوند رو با خبر میکنید از چیزی که در آسمان و زمین ها نمیداند و خبر میدهید الله سبحانه و تعالی از این چیز؟ پاک است سبحانه پاک است و تعالی اما یشرکون، الله سبحانه و تعالی پاک است از آن چیزی که شما به الله سبحانه و تعالی نسبت میدهید. اما در مورد اینکه میگید مشرکین اون خدا رو نمیشناختن، شما مثل این که از قرآن بیخبرید. الله سبحانه و تعالی در مورد مشرکین میگه که من یرزقکم من السماء، کی است که شما رو از آسمان رزق و روزی میده؟ شما خود رو خط هستید آقا محمد، جای مشرکین چی بود؟ بله گوش میدم وقتی که از مشرکین الله سبحانه و تعالی پرسید که شما رو کی روزی میده از آسمان، مشرکین چی گفتن؟ آقا محمد؟ گفتن به خدا هستش دیگه. بله. پس خدا رو میشناختن. گفتن که همش پس خدا رو میشناختن. ببینید این آیه رو خدا رو میشناختن. بله، پس شما گفتید مشرکین خدا رو نمیشناختن. کفار خدا رو نمیشناختن. ببینید گفتم نمیشناختن. نه. حرف شما دقیقا این بود، شما گفتید یک دلیل بیارید از قرآن که کفار و مشرکین خدا رو میشناختن. خدا رو میپرستیدن. میپرستیدن یا میشناختن یعنی چی؟ ببینید اینجا چی میگه. قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو که کی روزی میداد شما را از آسمان و زمین. ام من یملک السمع والابصار، کیست که مالک شنوایی و بینایی شماست. و من یخرج الحی من المیت، کی است که مرده را از زنده و یخرج المیت من الحی و مرده را از زنده بیرون می آورد. و من یدبر الامر، کی است که تدبیر همه امور در دست اوست. فسیقولون الله، میگن که الله. فقل افلا تتقون، بگو ای محمد که آیا شما تقوا پیشه نمی کنید؟ اونها الله رو میپرستیدن، الله رو خالق و رازق و مدبر همه چیز میدونستن. بعد چی میگفتن؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما این بت‌ها رو پرستش نمی کنیم مگر برای اینکه ما رو به الله نزدیک بکنن. بفرمایید آقا محمد. آقای انصاری به حضور شما عرض کنم، ببخشید من همین صحبت هایی که شما عرض میکنید گفتم که ما قبول داریم که خداوندم به خاطر همین ناراحته که اینا با وجود اینی که میدونن خدا پروردگار خالق جهان هستیه، خدا هست مدبر لیل و نهاره، خدا همه کار جهانه، با این حال میرن چیزایی را میپرستن که مالک یک پوسته خرمایی هم نیستن. درد اینجاست که اینا جایگزین کردن چیزی را که اومدن یه چیز بی ارزش بی هیچی که حتی اگر یک مگسی روش بشونه نمیتونن از خودشون دور کنن، اونا را عبادت میکنن و خدا را عبادت نمیکنن. این بحث ما هست که خدا میفرماید که میفرماید که اینا چیزی را میپرستن که اصلا هیچ کار هستن، هیچ چی در دنیا هیچ کاری هستن، اصلا خالقی نیستن، خلق نمیکنن، هیچ چی ندارن، ولی مالک اصلی دنیا را ول کردن، عبادت میکنن غیر خدا را. آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، برادر عزیز، همین آیه 18 سوره یونس که من برای شما قرائت کردم که مشرکین بت‌ها رو یا اشخاصی من دون الله رو شفیعان خود قرار میدادن به خاطر چی؟ هدف چی بود؟ میتونید به من بگید؟ نگاه کنید اینا، بله جواب من رو بدید، چرا شفیع قرار میدادن من دون الله رو؟ او از نفهمیشون بوده دیگه که شفیع میدادن، برای که بوتا را بوت، کسی که بوتا به عنوان این که مثلا میگفتن اینا خود ما را به خدا نزدیک میکنن. به کدوم خدا؟ نمیگفتن این بوتا به کدوم خدا هستن. نگاه کنید به کدوم خدا، به کدوم خدا، به همون خدایی که پروردگار عالم. پس اینها به یک خدایی اعتقاد داشتن که در اون بالا هست، برای رسیدن به او بت‌های خود را شفیع قرار دادند. و همین مشرکین ببینید من در یکی از برنامه‌ها گفتم که مشرکین زمان پیامبر خیلی بهتر بود وضعیتشون از مشرکین زمان ما و شما.
اینایی که امروز کربلا میرن، نجف میرن، نمیدونم امام رضا میرن، عزت معصومه میرن، از این اولیاء الله رزق میخوان، روزی میخوان، فرزند میخوان، حالت ابو جهل و ابو لهب خیلی در نزد الله بهتر از اینا بود. دلیل چی است آقا محمد گرامی؟ رو صفحه مانیتور نگاه بکنید. در سوره یونس آیه 22 الله سبحانه و تعالی در اینجا خیلی واضح یک مطلبی رو در مورد مشرکین بیان میکنه. میگه که هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله است او ذاتی که شما رو در خشکی و در دریاها چیکار میکنه؟ به حرکت در میاره. اذا کنتم فی الفلک و جرینا بهم بریح طیبه، وقتی که شما در کشتی هستید و بادی ملایم میوزه، کشتی حرکت میکنه، فریحو بها، خوشحال شدن همه مردم. بعد از اون چی میشه؟ یک طوفان سهمگین میاد و جاء الموج من کل مکان، ما امواج از چهار طرف این کشتی رو در بر میگیره. و ظنوا انهم احیط بهم، یقین کردن، گمان کردن که دیگه دارن نابود میشن، از چهار طرف عذاب اینا رو در بر گرفته. دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو با اخلاص تمام گفتن یا الله ما میدونیم که نه لات، نه منات، نه عزا، نه این بتایی که ساخته بودیم، نه این کسایی که شفیع قرار داده بودیم، هیچ کس به درد نمیخوره، تو هستی، تنها تو را ما میپرستیم و تو به داد ما میتونی برسی، همه چیز از آن تو است. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو ما را از اینجا نجات بدی ای خدا، ما میدونیم که دیگه اینجا کسی دیگه به داد ما نمیتونه برسه، اگر ما را از اینجا نجات دادی ما شکرگزار خواهیم بود و تنها تو را پرستش میکنیم. اما چون مشرک بودن به خاطر همین پیامبر با اینا جنگید. فلما انجیناهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، پس از اینکه اینها رو نجات داد، آنها به ناحق در زمین سرکشی و ستم میکنن. سرکشی و ستم، این شرک لظلم عظیم، ستم بزرگ، ظلم بزرگ چی است؟ شرک، که به الله سبحانه و تعالی شرک میآوردن. ببینید مشرکین زمان پیامبر اگر در کشتی سوار می شدن، دوچار مصیبت می شدن، از چهار طرف امواج اینا رو احاطه می کرد، دعو الله مخلصین، الله را خالص می خواستن، کسی رو شریک نمی آوردن. اما وقتی که می بودن راحت در مکه در بین اهل و عیالشون به راحتی زندگی می کردن، می رفتن به این بتا قربانی می کردن. امروز حال مسلمان ها دقیقا برعکس شده، میگن که فلانی خدا خواست که به اصطلاح تصادف بکنه، امام رضا شفاش داد، مصائب همه برای الله سبحانه و تعالی است، نجات و شفا و رزق و روزی همه برای امامزاده و ائمه هست. آیا وضعیت مشرکین امروز بدتر از ابو جهل و ابو لهب در زمان پیامبر هست یا نیست؟ در یک دقیقه آقا محمد خدمت شما هست. آقای همساری، روز شما عرض کنم که این صحبت هایی که فرمودید این جزء طبیعت انسانه، جزء فطرت انسانه که در وقتی که در معرض خطر قرار میگیره یاد خدا میکنه. یه نفر اومد پیش امام جعفر صادق علیه السلام، گفتم خدا را به ما ثابت کن، ایشون فرمودن سوار کشتی شدی؟ ایشون گفتن بله. گفتن این کشتی شما به مشکل برخورد؟ گفتن آره. یه جا مثلا گفتن فکر کردی که یک کسی هست میتونه تو را نجات بده؟ ایشون گفت که بله، من فکر کردم یه نفر، یه نیروی بالا سر ما هستش که در غیاب من که میتونه من را نجات بده. امام جعفر صادق فرمودن همون خداست، همون استدلال قرآنیه. شما اینه که قرآن میفرماید برای همه عموم مردمه، یعنی عموم مردم که شما در ناز و نعمت که هستید خدا رو فراموش میکنید، وقتی که بیچاره میشید یاد خدا میکنید. آقا جان، آقا محمد گرامی، یاد کردن و پرستش کردن دو مقوله جداست. انسان وقتی که در ناز نعمت باشه درسته کسالت میکنه، در عبادت ها کوتاهی میکنه، اما اگر شما در وقتی که در ناز و نعمت هستید الله رو نپرستید، غیر الله رو بپرستید، در کفر شما هر کسی که شک بکنه کافره. این ربطی نداره به این قضیه مشرکین. نه، این که درست میفرمایید. شما نگاه کنید، منم عرضم همینه که این مشرکان و بت‌پرستان جایگزین کردن. ما در کربلا که میریم، میسرم در فرض کنید که مشهد مقدس که میریم مثلا ائمه را زیارت میکنیم، کجا ما خدا را جایگزین کردیم
مثلا با امامان. این که شما میگید ما از امامان میخواهیم که مثلا این کار خدایی بکنه، اینا جهل و نادانی عده محدوده. اونی که عقیده سالم داره وقتی هم که میره پیش امام رضا میگه من میرم پیش زیارت بنده مخلص خدا، یعنی این امام رضا بنده مخلص خداست که برای ما ارزش داره. خود خدا وقتی میگه آقا محمد میشه بنده که آقا محمد حرف شما که حرف ماست. من میرفتم پیش نادر افشار. آقا محمد الان من از شما خیلی خواهش میکنم با صراحت جواب بدید. اگر شما رفتید پیش امام رضا گفتید ای امام رضا به رزق و روزی ما زیاد کن، ای امام رضا به ما فرزند بده، آیا این عمل شما شرک و کفر است یا نیست؟ یک کلمه جواب بدید به من. من اگر به امام رضا گفتم که خودت با قدرت خودت این کارا بکن، بله شرک است. انسان از اسلام خارج. خواستم که تو به عنوان یک بنده خدا التماس دعا، این شرک کجا بوده؟ این خب اگر که شما امام رضا رو رفتید پیش امام رضا، امام رضا رو واسطه خودتون و الله سبحانه و تعالی قرار دادید که ای امام رضا ما از تو میخواییم که از الله برای ما بخواه که رزق و روزی ما رو زیاد بکنه، این کارتون چیه؟ خب این کار شرک نیست. خب علی رضی الله تعالی عنه رد میکنه اینو در همین نهج البلاغه در نامه 31 رد میکنه. نهج البلاغه هست آقای انصاری، تو نهج البلاغه هست، ما خدا همه جا شیعیان اینا اعتقاد دارن که رزق و روزی دست خداونده. تو تمام اکثر مغازه ها یز گرید بالا درگاهشون نوشتن هو الرزاق، یعنی رزاق خداوند. این هو الرزاق همه میدونن هو اون ده که روزی میده. آقا محمد این اعتقاد رو مشرکین هم داشتن، میگفتن هو الرزاق، خدا رازق است. این دردی رو دوا نمی‌کنه. انسان اگر در عمل پیاده نکنه در زندگیش توحید رو، مشکین هم همین آیه 22 سوره یونس که من براتون خوندم میگفتن که الله مدبر است، الله رازق است، الله همه چیز هست، مونتا این بت‌های ما و این کسانی که ما من دون الله اونا رو میخوانیم اینا کسایی هستن که ما رو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن، اینا واسطه روزی، واسطه فرزند دادن، واسطه مرض شفا دادن، واسطه فلان، واسطه علان است. اسلام برای همین که این واسطه ها رو از بین ببره اینها رو مشرکین خواند و با اینها جهاد کرد و گردن اینا رو علی و دوستان علی و یاران پیامبر زدن در بدر، در احد. خب مشکل رو همین بود که اینها کسانی رو واسطه بین خودشون و خدا قرار داده بودن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ذکر نکرده. من تشکر میکنم. آقای انصاری من یک میخوام که نگاه کنید، آقای انصاری من میخوام که تقریبا یک دقیقه دیگه شما به من وقت بدید، من یک سوالی هم از شما میکنم، قطع میکنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم از همه بیننده ها و خیلی هم از شما تشکر میکنم که برای تحمل کردید. آقا محمد شما 27 دقیقه پشت خط هستید، من تشکر میکنم. انشالله هفته آینده تماس بگیرید، هفته آینده تماس بگیرید، انشالله مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. یه سوال بدید قطع میکنم، یه سوال 5-10 ثانیه. من تشکر میکنم از آقا محمد بزرگوار، انشالله هفته آینده تماس بگیرید، ما در خدمت شما خواهیم بود. بله بیننده گرامی سلام الله علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات، بفرمایید بیننده گرامی. آقای انصاری بنده کاوه هستم از کردستان مزاحم میشم. بفرمایید بیننده گرامی. نور دیده ما، اولا شما پارچه فروش واسه ما اهل سنت افتخاریم، با پارچه هاتون لباسی تن اسلام و اهل سنت کردیم که تا دنیا دنیاست نام شما و شبکتون با عنوان اصحاب زمان در تاریخ اسلام خواهد ماند. نظر لطف شماست. دوما استاد بزرگوار، امشب هر مسلمان واقعی دلش واقعا شکست، من خودم واقعا کف کردم، اصلا شوکه شدم. همچین تشبیه اونم در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه، مایی که میگیم شیر خدا اسدالله، اون وقت اینا چی میگن؟ ای وای بر ما که این تشبیه اصلا میشنویم، وای به حال اونا که اینا رو میگن. ای کاش آقای انصاری امشب اصلا چشم من کور میشد، گوشم هم کر،
که برنامه شما رو نمیدیدم که به پیغمبر خدا رحمت للعالمین و اشرف مخلوقات بگن بالاتر از پشه. الله مستعان. واقعا متاسفم واسه اینا. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، شما رو خط هستید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب غفاری، خوب هستید؟ سلامت باشید. آقای تاجیک بفرمایید. من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. بفرمایید برادر بزرگوار. می‌خواستم از برنامه خودم تشکر کنم. واقعا برنامه خیلی خوبی دارین. تشکر از شما. هر شنبه با برادران به هم می‌شینیم، برنامه شما رو انتظار می‌کشیم تا برنامه شما رو از اول تا آخرش شده بفهمیم. جناب استاد، درباره اینکه بله الو. بله بله، صدا شما داره پخش میشه، صحبت کنید برادر عزیز عبدالجبار از تاجیکستان، بفرمایید. برای اون کلیپی آخوند که میگفت مثلا ایل مرسرس کم از توش کم از بساطیر همین گونده هست، خواستم بگم که این جهل آخوند نوته هست که حتی نمیدونن که ایلم در سر انسان جا میشود، در کله انسان جا میشود، نه در شکم. اینقدر پایین اندازه جهل مدهشون پیشرفته است. درست. تشکر از شما آقای عبدالجبار. سلامت باشید، در حد ما داک نید. الله مطالبتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من حمید هستم، از کرج تماس میگیرم باهاتون. آقا حمید بزرگوار بفرمایید. آقای انصاری، من یه شیعه هستم و امشب متوجه یک موضوع خیلی مهم شدم. شما من متوجه موضوع کردید و الان به کفر، من کفر میگفتم وقتی متوسل میشدم به علمه. از الان به بعد این برنامه باعث شده که من حالا یا شیعه یا سنی یا هر کار به این ندارم، من شخصا دیگه نمیگم یا علی بلند بشن، یاد به یاد علی بلند میشم. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی ممنون از لطفتون، این لطفتون رو فراموش نمیدونم. سلامت باشید برادر گرامی، الله مطالبتون کنه. و دیگه به هیچ عنوان که امن ادها متوسل نمیشن، خود خدا به سفره گرفتن هر چیزی. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، تشکر از شما، زنده باشید. ببینید، شما با این کارتون پیروی کردید از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. این کتاب دوستان عزیز، کتاب نهج البلاغه است. همین هفته گذشته که از بینندگان عزیزمون اشاره کردن، دوستان اگر بتونن این سفر رو نشون بدن، این کتاب نهج البلاغه هست، چاپ ایران هم هست، داعش یا وهابی ها چاپ نکردن این کتاب رو، خودشون در قم چاپ کردن. مترجمش آقای محمد دشتی است، انتشارات الهادی در قم این رو چاپ کرده. در این کتاب این وصیت 31 هست، اخلاقی، تربیتی، تاریخی، اعتقادی، سیاسی، علمی. این نامه 31. این نامه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و یکی از بخش‌های مهمش که علامات رحمت الهیه، نشانه های رحمت الهی است، من ترجمه فارسیشو میخونم. آقا حمید بزرگوار، شما با این کارتون دارید متابعت از علی میکنید. حرف ما نیست، حرف الله و رسولش و علی است. میگه بدان
بدن ای شیعه و سنی، خدایی که گنج‌های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت را به عهده گرفته. این حرف سیدنا علی ترجمه همین آیه است که ادعونی استجب لکم، و تو را فرمان داده که از او بخوایی تا عطا کند، درخواست رحمتی کنی تا ببخشاید، و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه‌ای پناه ببری و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است. در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه و بازگشت و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است. در آنجا که رسوایی سزاوار توست رسوا نساخته و برای بازگشت به خیش شرایط سنگینی مطرح نکرده است. یعنی نگفته که حتما باید که شما مثلا 1000 رکعت نماز بخونی تا من تو را ببخشم. نه، یک جمله کوتاه، بار الها منو ببخش از ته دل خالصانه برای الله سبحانه و تعالی بدون هیچ واسطه، ادعونی استجب لکم، در گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خیش ناامید نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است. هر گناه تو را یک نیکی و هر نیکی تو را 10 به حساب آورده و راه بازگشت و توبه را برای تو گشوده است. هرگاه او را بخوانی ندایت را میشنود و چون با او راز دلگویی راز تو را میداند. پس حاجت خود را به او بگوی و آنچه در دلداری نزد او بازگوی، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات و در مشکلات تو را یاری رساند. دوستان ببینید، میگه و آنچه در دلداری نزد او بگوی، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند. من نکته‌ای که برام جالب بود در ابتدا میگفتن نهج البلاغه، نهج البلاغه، بعد اینکه مطالب از نهج البلاغه نشون دادیم و دست اینا رو شد، اون روز کلیپ جالبی رو داشتم تو برنامه آقای سجودی نگاه میکردم که ابوالقاسم میگه آقای کاغذ پاره ای رو آدم از کوچه پیدا کنه باید به حرفاش اعتماد بکنه، چیزی که اون نوشته. یعنی شما به حرفایی که در نهج البلاغه است میگید کاغذ پاره میمونه، نباید بهش اعتماد کرد. حالا در مورد نهج البلاغه ما باید بررسی سندی بکنیم، اما وقتی آقای قزوینی از کتاب سلیم ابن قیس هلالی نقل میکنه احتیاج به بررسی سندی نداره، چون بررسی سند بر اساس یک میزان نیست، بر اساس هوا و هوس هست. هر کی رو دوست داشتن تصحیح میکنن، هر کی رو دوست نداشتن آقا تضعیفش میکنن. نهج البلاغه شده ضعیف چون سخن علی رضی الله تعالی عنه است، توحید است، یکتاپرستی است، و کتاب سلیم ابن قیس الهلالی شده مصدر صحیح برای آقای قزوینی تا اثبات بکنه که خانه علی و فاطمه رو عمر با آتش کشیده. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. آقای علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. آقای انصاری خیلی ناراحتم از دستتون. الله المستعان. خیلی ناراحتم از دستتون. آقای انصاری ما آدمی، ببخشید من از شما عذر میخوام، من شرمنده شما بعد از 100,000 دفعه صحبت کردن از دون الله، خب دیگه آدم باید معذرت میخوام. خیلی مثل این محمد آقا خیلی باشه یک 9 ساعت وقت برنامه رو بگیره. والا به خدا ما آدمی مای انصاری، من 50 بار تو همین برنامه ها کنم تو مسائلی پیش من، والا اینا دشمن هم. اینا دوست نیستن، اینا وقت برنامه رو میگیرن. به خدا پدر ما رو در برده خواهیم ساری، به والله دیگه به شبکت زنگی میدارم به شما بیرونه کردیم به قربان وزید نیم ساعت ما پشت خط 5 بار تو برنامه ها تونم اینجا کشون رو خواهیم ساری. اما این درست نیست، خدا یه زن باسه مردم حضر مردم یارو میاد 5-20 دقیقه صحبت میکنه سازه تایمه بزنید برمان. اخو ما آدم نیستیم، ما سوال نداریم. آقا محمد بزرگوار، من از شما و همه بینندگان معذرت میخوام، منتها این به خدا اینا دشمن آقای انصاری. من میدونم آقا محمد بزرگوار، منتها مردم باید بدونن که اینا حرفی برای گفتن ندارن.
به خدا قسم اگر این امکاناتش باشه ما یک شبکه خاص بزنیم فقط این آخوندا 24 ساعت بیان و هر 3-4 ساعت یک مجری عوض بشه، اینا بیان از اعتقاداتشون دفاع کنن، آن چه در شنطه دارن بیان بازگو بکنن، ندارن. آن یک نمونهش همین آقا محمد، به قول شما بارها در مورد من دون الله صحبت شده، دوباره شما رو برمیگردونه به همون مطلب اول. آقا من دون الله که ما میگیم والله دستم میلرزه، بس این شما را گرفتم دروغ و دشمن الله، دستم میلرزه، خسته شدم به خدا، نیم ساعت به حرف مفت میزنه به پیغمبر، اما قرآن تو دستش نمیدونه من دون الله نمیشه والله میرم وقت بر من اصلا یادم رفت چی میخواستم به شما بگم، چند وقت من با شما صحبت نکردم، چه بار تو همه برنامه هم شد اصلا گذاشتم. آقا محمد، آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز یک کمی هارون باشید. شما الان چون لذت پرستش الله یکتا رو چشیدید ناراحتید، در این مورد بگید فرق بین موقعی که غیر الله رو میخوندید و الان فقط الله رو میخوانید. هر قسم این تو آسمون خود قربون الله متعال برم، یکی که نده به حضرت علی و امام حسین و اینا که تو قرآن نگفت، اینا مکی درشون کار ساسمان تو گفتن دوری گفتن فکر میگردون باید علی رو سجده کرد. هر زیاده خدا هست رو بکور صدا به انصاری به باران دستان دیگه میبرزه، اینقدر پشت این سر موندم خسته شدیم به خود، اصلا یادم رفت سوالم از شما بپرسم، اصلا یادم رفت به قرآن الله مستعان اینو چی ما بپرسم فراموش کردم خدا به خود الله مستعان ماتم میبسم خدا بگه دار. زنده باشید، تشکر از شما آقا محمد و من عذر میخوام از عزیزانی که واقعا این صحبت ها شاید براشون سنگین باشه، منتها شما آقا محمد عزیز و گرامی در جوی زندگی میکنید که الحمدلله الله سبحانه و تعالی شما را هدایت داده برای توحید و یکتا پرستی، اما این را هم در نظر داشته باشید که خیلی ها هستن که هنوزم مترددن، خیلی ها هستن که هنوزم فریب حرفای همین ابوالقاسمی و مکارم شیرازی و نمیدونم قزوینی و صدا و سیما و این شبکه اینا رو خوردن. ما در بهترین حالات حسن زن دارم من به محمد آقا که انشاء الله میخوان طالب حق هستن، میخوان هدایت بشن و شما این چون خودتون در این حالت دارید زندگی میکنید، در توحید و یکتا پرستی زندگی میکنید، حالت کسانی رو در نظر بگیرید که هنوزم مترددن، هنوزم شک دارن و این تماس ها سبب میشه که اینها براشون حق واضح بشه و از اون شکی که در اون زندگی میکنن به در بشن. همین مناظره ای که مثلا ما با نماینده آیت الله قزوینی داشتیم، برای من باور کنید این مناظره یا این صحبت اصلا به اندازه یک پشه یه مرزش نداشت، چون من کسی که افعال تالین و بلد نیست ترجمه بکنه، کسی که اصلا علم نداره، فقط اون چیزایی که در سایت ولیعصر خزعبلاتی که قزوینی نوشته همون رو میاد میخونه، این انسان ارزش اینو نداشت که من با این صحبت بکنم، منتها هدف این بود که خیلی ها بودن که فریب اینا رو خورده بودن و همین مناظره و یا همین گفتگو سبب شد که خیلی ها هدایت بشن. سبحان الله، ما تماسایی داشتیم، ایمیل ها، پیامگیر شبکه، تماسای تلفنی که بعد از این گفتگو خیلی ها توبه کردن، اون شک و تردیدی که درش زندگی میکردن برطرف شد، چون ایشون به نمایندگی از شخصی اومده بود که تلویزیون را اداره میکنه که در پشت سرش آیت الله مکارم شیرازی است، سلطان شکر در ایران، مرجع تقلید بزرگوار. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. وصال حق، بیننده گرامی لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از کردستان عراق زنگ میزنم. بفرمایید بیننده گرامی. الان تو تلویزیون اجرا میکنم، صدای جوری دیگه میاد، خودت رو بد میگی. آقای بزرگوار صدای شما با تاخیر پخش میشه، شما دارید با من صحبت میکنید در استودیو، از وقت استفاده کنید، مطالبتون رو بفرمایید. مثلا من درباره این چیز این شرک را بودم صحبت کنم. بفرمایید کتا آقای هم که میرن زیارت امام رضا خاطر شرکی که قرار میدن
این که نمیفهمن مگر همین ایرانی ها تمدن ندارن که نباید شرک قرار بدن، یه چیزی بدیه که شرک قرار دادن، نمیشه باید بین خدا و انسان شرک قرار داد. درست درست درست. تشکر از شما برادر گرامی، الله مطالبتون کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. کجا میرم؟ سلام علیکم، بیننده گرامی شما رو خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. بفرمایید، شما دارید با من صحبت میکنید، صدای تلویزیون رو ببندید و از گوشی تلفن صحبت کنید، بفرمایید. بله سلام علیکم، من مجبورم عزیزانی که صدای ما را از طریق تلویزیون میشنوند صداشون رو قطع بکنم. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه. سلام علیکم، بفرمایید. استاد ببخشید دوباره مزاحم شدم، از تاجیکستان از جبار. بفرمایید برادر گرامی. استاد گرامی، ما یک کلیپ فرستادیم با همین ایمیلی که رو صفحه تلویزیون نوشته شده است، یک کلیپ از مراهان تاجیکستان از صوفیان گروه های تاجیکستان روان کردیم به همین ایمیل شما. لطفا در مورد همین کلیپ چند نظر خود در برنامه های آینده انشالله چشم میگفتید. در کلیپ رو میتونید از یوتیوب. بسیار خوب، کلیپ رسید. بله کلیپتون رسید. تشکر از شما برادر عزیز، سلام باشید، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارش. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب علی بخیر. شب شما بخیر. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ محسن از سمد ارومیه جناب محمد انصاری. خوب بار با. آقا محسن از ارومیه، بفرمایید برادر عزیز. اولش که میخواستم تشکر کنم از این شماهای خیلی خوب آشتون جناب آقای انصاری. بعدم خواستم خواهش کنم از حضورتون که این محمد آقا و همسانان این از جزو سواز دایی سایبری هستند و آقای حسینی الان زن خواهد زد که در رفت کشه های آخوندیه. خواهش میکنم به جان هر که دوست داره شما را به خدا قسم بینا خوش ندید. اگر بخواهد اینا وقت بودی پس اون کلیپ های اول برنامه تو کی بود؟ کلن برنامه تو نیستن تغییر داره. درست. اصلا حال خواهد شد. درست. نزدیک تلویزیون وطن قبل بیرون وطن دیوانه شدیم. این چرا شما بهش رفت میدین؟ چشم. خواهد طول نداره. خودتون میدونی که اصلا شما تا یک سال یاسین بخونه به چه خرد. درست. اگر خرد میخونه که چی یاسین خوندن یعنی چی؟ چرا شما خواهد ما رو میدین؟ درست. من عذر میخوام از شما آقا محسن بزرگوار، انشاءالله بعد از این بهشون بیش از 5 دقیقه وقت نخواهیم داد انشاءالله. چه میسین آقای دوست عزیز من، برادر من، یه هفته انتظار میکشیم که سه‌شنبه بشه. یه سه‌شنبه میشه شما حال همه رو میگیریم و اصلا کل اون شبکه از کل تبرعات و از کل عرضم بزرگتون که اهل سنت داره اونجا چیزی شما چرا این کار میکنیم؟ خود رو میگیم من که 10 دقیقه وقت میدم، 5 دقیقه میکنیم، یک نیم ساعت، آخه یعنی چی؟ خشک مادر آمد. تشکر از شما آقا محسن بزرگوار، انشاءالله بعد از این 5 دقیقه بیشتر وقت نخواهیم داد به اینا. خدا قسمت میدم والله بالله 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 بالله. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. امیر هستم از آبل مازندران. آقا امیر گرامی از مازندران، بفرمایید برادر عزیز، در مورد موضوعاتی که مطرح شده صحبت کنید. من در مورد این موضوعاتی که شما مطرح کردید، چیزی که حالا تو ذهن و بعد اون چیزی که حالا از
زندگیمون دریافت کردیم از محیط اطرافمون، از مسجد و موزه که به ما گفتند آقایون. بعد اینقدر اگر میشه یه چیزایی شما برنامهاتون با اون مدارک و مستندات چیش بوده ما اگر روشتر بشه خیلی ممنوندار میشیم. درست. بعد خدمت شما در این که اگه میشه، حالا من الان فکر کنم از انگلستان شما حالا این تماس میگیریم، چی برنامه هاتون اصلا حالا داخل کشور اسلامی بشه؟ چون الان ما یک وجهی دست ما هست که مثلا این تو مستعمره پیر داره مثلا از خود خاکشون مثلا این یک سری چیزا رو داره خاطر بین شیعه و سنی مثلا تعقب یافتن و این مسائل در مرتب میشه، تو این چیزا به ذهن ما خطور میکنه. در این مورد هم صحبت میکنم. در این مورد هم صحبت میکنم. تشکر از شما برادر، زنده باشید، خدا نگهدارتون. در مورد این که ما همه چیز مستند تا حالا اگر معنی اتفاق نیفتاده که ما بدون سند از کتب شیعه صحبت بکنیم، هر چی که آوردیم با سند بوده. اگر در کلیپ های اول برنامه دیده باشید اون آخوندایی که داشتن علی ما صحبت میکردن، جالب اینجا بود که اگر بخوان از کتب اهل سنت صحبت بکنن 100 تا سند پیدا میشه براشون، جلد فلان صفحه فلان، اما وقتی که از کتاب خودشون بخوان مطلبی رو بگن باید ای منمن بکنن و پت بکنن تا کسی تو گوششون حرفی رو بزنه. علی کل حال در مورد تلفن برادر گرامی کیوفت، ما در لندنیم، این تلفن اینترنتی است، شما میتونید وارد سایت ها بشید، 10 تا شماره مثل این. همین از شروع برنامه تا حالا فکر کنم 2 مرتبه شماره تلفن برنامه رو عوض کردن عزیزان، چون ما تلفن ثابت نمیتونیم در جایی که هستیم بذاریم، تلفن ثابت بذاریم میبندن شماره رو و شما مجبور برید دوباره درخواست بدید از مخابرات تلفن شماره جدید بگیرید و این از این شماره ما اونا ای دارن اونجا بدبخت بیچاره سربازان گمنام امام زمان یا بدنام امام زمان رو بسیج کردن که این شماره رو ببندن. آ این شماره رو میبندن اول برنامه، دوستان عزیزمون احمد آقا 100 تا شماره دیگه جدید اونجا داره، شماره لندن بخواید ما الان میتونیم همینجا رو همین صفحه تلویزیون شماره بذاریم با کد ایران، با کد تهران 2098 21، با موبایل، با هر چی که بخواید، از هر کشور دنیا که بخواید. اینا تلفن های اینترنتیه که ببندن میتونیم دیگه شماره در طول هفته ما حدود 7 8 شماره عوض میکنیم، در هر برنامه یکی دو شماره. و اینکه استعمار پیر است و نمیدونم، این واقعیت هست. همین عبدالله ابن سبأ یهودی مؤسس این دین کسی بود که از طرف یهود بسیج شده بود برای اینکه اسلام را از درون خراب بکنه و با ادعای محبت اهل بیت و علی اومد این همه روایت ها و دروغ ها رو که امروز در کتاب های خودتون می‌بینید همه دسیسه همین یهود است، دسیسه همین دشمنان اسلام هست. و جالب است که رهبر معظم انقلاب، مؤسس جمهوری اسلامی هم از همین غرب تشریف آوردن، از فرانسه تشریف آوردن، در همونجا آمادش کرد استخبارات همین کشورها، همین کشورهای غربی که شما امروز فریبتون دادن، داد میزنید مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر فرانسه. تو همین انگلیس و فرانسه اینا همونجا تهیه شدن، آماده شدن، بسیج شدن، توسط هواپیما از همونجا پرواز کردن، اومدن در ایران حکومت تشکیل دادن. یک کمی در این مورد هم فکر بکنید شاید یک نتیجه هایی برسید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله بفرمایید. آقا عارف بزرگوار پیام فرستادن، برنامه بسیار پربار و مفید است، بحث و جستجویی که در منابع انجام می شود بسیار عالیه، فقط لطفا نگذارید وقت برنامه رو امثال محمد بگیرن، بحث های طولانی بی فایده اینها از ارزش برنامه کم می کند. چشم، حتما ان شاء الله نظر شما رو اجرا خواهیم کرد. بیننده عزیز دیگری آقا یا خانم ایمان نوشتن که در مورد آقای قزوینی این مطلب رو بگم که ایشون خودشون میگن که اگر کسی سخنی رو شنید و اون رو رد نکرد یعنی اون حرف رو قبول داره. خب اینا که این همه در مورد حضرت عمر منور میدن که به پیامبر گفته حضرت نعوذ بالله حزیون میگه، خب در اون جلسه حضرت علی هم حاضر بود، پس چرا به حضرت عمر هشدار نداد؟ این معصومیت حضرت علی رو زیر سوال نمیبره.
آقای خزوینی، یا بازم مجبور بودین به خاطر مصلحت مسلمین سکوت کنید؟ یکم فکر کن آقای خزوینی، خواهش میکنم این ایمیل رو بخونید. چشم، ما این ایمیل رو خوندیم. تشکر از شما خواهر گرامی. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد از ایران هستم. آقا محمد گرامی، بفرمایید برادر عزیز. خسته نباشید هر سری. سلامت سری. ما من دو نفر دیگه که بالاخره از شما گلایه کردم، ما هممون با اونا موافقیم. باشه، چشم. انشالله من قول میدم که از هفته آینده آقا محمد عزیز محمد باسر میره جلو. بعدم اصلا دنبال واقعیت نیست. اگر میگفت الان شبکه کلمه هم وقت اونجا هم ضایع میکنه، بعد میاره تو بحث مطرح میکنه، ولی واقعیتا قانع نیست. یک کلمه پیدا کنه، یک جمله که اون قبول کنه که بله اینجا اشتباه بوده. از آقای غزینی هم دفاع میکنه، اینجا نمیدونم اجرت بشه بوده، اینجا اجری بوده. خود آقای غزینی که اصطایی نمیکنه، این به جا اون اونم تلویان میگه. درست، درست. تشکر از شما برادر گرامی آقا محمد، زنده باشید. اینا وقت برنامه میگیرم، لطفا اینا رو زیاد، چون دنبال واقعیت نیست. اگر یک جای اعتراف کنه که بله این من دون الله واقعیت. درست. تشکر از شما آقا محمد بزرگوار، الله متعال افستون کنه. تشکر از تماس، خدا نگهدارتون. برادرمون آقای اورنگزیب آفریدی از ایران، گفتم برنامه بسیار خوب است، تشکر میکنم و ما رو دوست دارن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی هم شما رو جنت الفردوس نصیب بکنه و الله سبحانه و تعالی دوستتون بداره. بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام خدمت بیننده هاتون. سلام، فقط خدمت شما دارم. آقای گرامی یک لحظه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده احمد هستم از اندیمش. خواستم ببینم توی نامه ای که از نهج البلاغه گفتید، آیا امام علی کلمه فقط رو هم به کار برده بود؟ والا اگر میدونست که انسانهایی مثل شما هم در آخر الزمان پیدا میشن که شک میکنن در این مسئله، میگفت حتما. سبحان الله. بله، سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. من دو تا سوال داشتم انصاری، زود مطرح میکنم که وقت نگرفته نشه. در مورد موضوعات برنامه اگر هست بفرمایید. نه، من یه سوال مربوط به خودم آقای انصاری. یکی اینکه ما به ائمه رو جزء مقربین پروردگار میدونیم، اگر متوسل میشیم میگیم که بعد از دعای ما میگیم به این مقربین درگاهت به ما هم به لطف اینا به ما هم کمک کن. این یک مسئله، میخواستم توضیح بدین آیا این درست یا نه. درست. مسئله دوم، سوره عنکبوت آیه 45 که در مورد مجادله مسلمان بین هم دیگه، در این دو مورد برام توضیح بدید. متشکرم، از لطف شما ممنونم. تشکر از شما، تشکر بیننده گرامی. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. من میباشد، من قطع کردم. ببینید برادر عزیز گرامی، در مورد این که شما میگید ما کسانی را به اونا متوسل میشیم که ما را به الله سبحانه و تعالی برسونن، دقیقا اسلام آمد همین واسطه ها، همین توسل های بی جای را از بین ببره. قرآن میخواید، من حاضرم که یعنی مبالغه نشه، اگر که برای یک هفته، برای یک سال، هر هفته 3 ساعت در برنامه آن رویسه که فقط در مورد خواستن من دون الله صحبت بکنیم، هنوزم وقت کم میریم. فقط شما کلمه من دون الله رو در قرآن بزنید، من دون الله رو سرچ بکنید، ببینید چی براتون میاد. در مورد توسل، شما که خودتون شیعه علی میدونید، دلیل از نهج البلاغه براتون میاریم، چون کلام علی تفسیر کلام قرآن است، کلام الله سبحانه و تعالی است. این نهج البلاغه، اینم شناسنامش، چاپ ایران هم هست، اینم خطبه 110. ببینید در اینجا از تعلیمیه که ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزی که یک انسانی که میخواد متوسل بشه به الله سبحانه و تعالی، وابتغوا الیه وسیله، در قرآن کریم که ذکر شده، قبل از اون اگر این آیه رو ببینید، اتقوا الله،
تقوای الله پیشه کنید. بارها گفتیم تقوا وقتی پیشه میشه که انسان عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنه، ایمان واقعی داشته باشه، از پیغمبرش پیروی بکنه. چون هدف همه عبادت ها، شما ببینید در قرآن کریم هر جا عبادتی ذکر میشه در آخرش حتما هست که هدف از این عبادت چی است؟ تقوای الهی است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بر شما روزه فرض شد مانند کسانی که قبل شما بودن بر اونها فرض شده بود تا شما متقی شوید، تقوا پیشه کنید. پس هدف تقواست و همین تقوای ما وسیله است برای الله سبحانه و تعالی. اقسام تقوا فرق میکنه، تقوا توسط نماز، تقوا توسط روزه، تقوا توسط حج، تقوا توسط قربانی. در مورد قربانی میگه گوشتش، پوستش، خونش به الله سبحانه و تعالی نمیده، ولیکن یناله تقوا. این تقوایی که شما در این قربانی در نظر گرفتید این است که به الله سبحانه و تعالی میرسه. حضرت علی هم در اینجا میاد میگه که بهترین چیزهایی که ما میتونیم به الله سبحانه و تعالی توسطش متوسل بشیم این است که ایمان به الله و به رسولش و جهاد در راه الله، که این به اصطلاح قله اسلام هست و کلمه اخلاص که فطرت انسان هست و اقامه نماز و زکات دادن و که واجب است و روزه ماه رمضان و حج بیت الله الحرام و به اصطلاح نفقه کردن، صله رحم داشتن و امر به معروف و نهی از منکر کردن، ذکر الله سبحانه و تعالی را کردن، اینا چیزایی است که میگه الله سبحانه و تعالی به متقین وعده داده که اگر این چیزها را انجام بدند و از پیامبرشون پیروی بکنن که هدایت پیامبر بزرگترین هدایت هاست و سنت او آراسته بشن که سنت او بهترین سنت هاست و قرآن و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن رو یاد بگیرید که قرآن بهترین سخن هاست و تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب، علم قرآن رو حاصل بکنید که این بهار دل هاست و استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور، از شفا بجوید از نور قرآن که این قرآن شفاء سینه هاست. ببینید این قرآن شفا هست، الله سبحانه و تعالی میگه که قرآن شفا است و سیدنا علی رضی الله تعالی. تا آخر این روایت که این خطبه که خودتون میتونید خطبه 109 در بعضی از کتاب های نجف البلاغه 110، اگر کسی میخواد از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه پیروی بکنه. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. یا الله شب شما بخیر، خسته نباشید، خدا به شما قوت بده ان شاء الله. سلامت باشید آقا محمد بزرگوار، بفرمایید. زنده باشید. خدمت شما هستم آقای عطاری. من قبل هر صحبتی می‌خواستم به این دوستانی که زنگ می‌زنن گلایه می‌کنن از این وضعیه، یکی از این عادت‌ها اینه که شما در هفته یک شب وقت برنامه دارید، به خاطر همین همه دوستان شما هم دوستان هم از برنامه شما استفاده کنن. بعد این یه طرف قضیه، اون طرف قضیه هم ما همه امیدواریم که این آقا محمد معذیت انشاءالله روزی بیاد که به صف موحدین بفرنده و ما واقعا لذت ببریم که این وقت گرفتن ها بی نتیجه نمونده، چون ایشون همینجوری که همه ما میدونیم تمام برنامه شبکه های توحیدی رو رصد میکنن، با برنامه ارتباط دارن، نشون میده که تمام وقتش میذاره برای دیدن این برنامه ها، مطمئنیم که انشاءالله نتیجه میده. حالا شما از نهج البلاغه گفتید، من میخوام از صحیفه سجادیه بگم. بفرمایید. امام سجاد میفرمایند که خوارترین بندگان در نظرت کسی است که تو روزیش میدهی و او دیگری را میپرستد. وای بر ما که چقدر بدیم آقای انصاری. الله المستعان. خدمت شما عرض کنم که میگه که گاهی گمان نمی کنی و میشود، گاهی نمیشود که نمیشود، گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود، گاهی گدایی بخش نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود. انشالله که این چیزی که خداوند رقم می زنه همون می شه و
و این آقا محمد ما به صف موحدی میپنیم انشاءالله. من شما دارم از این حضر دلخت بگم نمیخوام بگم، ولی در خاطره وقت میخوام بهتون بگم که ما مردم تو ایران عادت داریم که همه چی رو رنگ و لعابش بدیم و یا به قداست برسونیمش. من حالا یه مثال میزنم، من یه ماشینی داشتم آقای انصاری، این ماشین از این بقول خودمون از این ماشین لجن قرازی که خیلی ما رو اذیت میکرد، باور نمیکنید من صبح اگه میخواستم برم سر کار شاید یک ساعت دو ساعت این ماشین وقت من نمیگرفت، یا روشن نمیشد یا وسط راه خاموش میشد و چهار نفر پیدا میکردن خودش بده. خلاصه انقدر این ما رو اذیت کرد. ما یه دوستی داشتیم تو کارم خرید فروش ماشین بود در نمایشگاه، ما یه روز به این گفتیم آقا خدا پدرت بیامرزه تو رفیق ما یا این کاری بیا ما رو از دست این ماشین نجات بده. این بابا گفت خب کاری نداره بیا روز ما برای بفروشه. آقا ماشین رو گذاشتیم پیش اینو، بعد از یکی دو روز ما غروب بود رفتیم سر بزنیم بریم چیکار کرده ماشین ما رو فروخته نفروخته. رفتیم دیدیم آقا از قضای روزگار یه مشتری اومده بالا سر ماشین ما و این داره با مشتری صحبت میکنه. ما رفتیم جلو، این انقدر از این ماشین ما تعریف کرد، انقدر تعریف کرد که من اشاره بهش کردم کشیدمش کنار، گفتم فلان این ماشین اگر اینقدر خوبه من نمیفروشم. بعد به من گفتش آقا تو چی میگی من کارمو بکنم. حالا منظور از همینه که تو جامعه ما همیشه همین جوریه. شما نیا کنه ببینید حضرت علی، امام سجاد، امام حسین واقعا اینا کسایی بودن که خداشناس بودن، موحد بودن و امروز هیچ کدومشون راضی نیستن به این که ما این لباس قداست رو تنشون کردیم و فردای قیامت طبق آیه قرآن همه اینا از ما شکایت میکنن. پس ما باید مواظب باشیم آقای نصیری. من زیاد وقت رو نمیگیرم چون میخوام منم به نفرین بیننده دچار نشم. تشکر از شما آقا محمد. الله متعال افسدون کنه. خدا نگهدارتون. خدا حفظ شما. برادر که اسمشون رو ذکر نکردن هم آیه 45 سوره عنکبوت رو هم گفتن در موردش صحبت بکنیم. این آیه برای کسانی که منکر هستن، منکر زنده شدن بعد از مرگ، میگه ای پیامبر برای آنها مثل زندگی دنیا را بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم، سپس گیاهان زمین با آن درآمیخت، سپس خشک گردید و بادها آن را به هر سو پراکند کردن و خداوند بر هر چیز توان است. این زندگی، یعنی این آیه میخواد به شما اینو بگه که این زندگی دنیا مانند همین آبی است که از آسمان میاد و با گیاهان خشک زمین قاطی میشه، بعد از اون این آب میره و خشک میشه و همه چیز انگار نه انگار که آبی وجود داشته و از آسمان چیزی باریده. یعنی در این زندگی زودگذر دنیا انسان نباید به اون زیبایی هایی که زودگذر هست فریفته بشه. ما حدود 5 دقیقه وقت داریم، سعی میکنیم یکی دو تماس دیگه هم بگیریم. برای سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید بیننده گرامی. برای سلام علیکم بفرمایید. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. سلام قربان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید که این بلندتر صحبت کنید بیننده عزیز. حال شما خوبه آقای انصاری؟ سلامت باشید. من مجتبی هستم از تهران. آقا مجتبی از تهران، بفرمایید. بیننده گرامی در مورد من یه سوال داشتم از خدمتتون آقای انصاری. این افضلی که شما فرمودید خطبه نهج البلاغه، خب شما مثلا چیزای دیگه حضرت علی فرموده بهترین چیزایی که میشه بهش توسل کرد، درسته یا نه؟ بله. یعنی به چیزای دیگه حضرت علی فرموده که نمیشه توسل کرد؟ در کجا گفته که بیاید به قبر من توسل بکنید، برید به امام رضا توسل بکنید؟ در کجا گفته؟ خب نه، در شما در همین قرآنی که میگه فقط قرآن، بفهمید در کجا گفته که نمیشه توسل کرد؟ ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، فلا تدعوا مع الله احد، با الله سبحانه و تعالی کسی دیگری را نخوانید. شما هر نمازی که میخونید در هر رکعت میگید با خداوند میثاق میبندید، پیمان میبندید که ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. نمازتون که تموم شد، تشهد نشستید، سلام دادید، بلند میشید میگید یا علی. دو دقیقه قبل با خداوند پیمان بستید که فقط از تو یاری میخواییم. برای بلند شدنتون از علی رضی الله تعالی عنه یاری خواستید. خب درسته، شما میگی که یا کنه بوده و یا کنه سنید، درسته؟ بله. پس شما وقتی که به توسل به زنزر قبول دارید، پس طبق این فقط شما میگید فقط باید از خدا ما یاری بخواییم، این پس چی میشه؟ عزیزم توسل، توسل جایز و توسل ناجایز. توسل جایز این است که شما میرید پیش کسی میگید که ای آقای مثلا سید فلانی برای من دعای خیر بکن. پیامبر فرمودن که دعای مؤمن در حق مؤمن مستجاب است. کی گفته که شما برو پیش فلان انسان زنده بگو که آقا تو به من روزی بده، تو به من شفا بده؟ چون روزی دادن، شفا دادن نه از انسان مرده نه از انسان زنده، از هیچ کدومش جایز نیست. ببینید اگر فقط از خدا یاری بخواید دیگه مرده و زنده نداره، من اینو میخوام بگم. بعد شما این همه تو صحیح بخاری کتابای کتابای معتبرتون هستش که روایتای تیز هستش که توسل کرده، جناب عمر تایید کرده، پس اینا رو چیکار میکنه؟ در کجای صحیح و بخاری عمر توسل کرده؟ همین روایت معروفی هستش که یکی از صحابه میره کنار قبر نبی و متوسل میشه قبر نبی، خواب میبینه پیامبر رو. بعد دروغه در بخاری نیست، دروغه در بخاری نیست. کی گفته در بخاریه؟ دروغه. بخونید نصر روایت رو. خب تشکر میکنم برادر عزیز. وقتی که مطلب علمی میخواید مطرح بکنید لطفاً دقت بکنید، از شبکه‌های شیعه نشنوید خواستن از آقای قزوینی دروغگوی معروف. برید خودتون مطالعه بکنید، هر موقعی که نص روایت رو پیدا کردید زنگ بزنید، ان شاءالله من در خدمت شما خواهم بود. درسته؟ تشکر میکنم آقا مجتبی عزیز. ما باید به عقل خودمون و به عقل کسانی که میشنون، شنونده هستن و بیننده هستن، احترام بگذاریم. وقتی که مطلبی رو دوست دارید ذکر بکنید، قشنگ برید مسترش رو پیدا بکنید، شماره حدیث، شماره صفحه، شماره جلد بیاد اینجا ذکر بکنید. ما ابایی نداریم که در این مسائل با شما صحبت بکنیم و وقت بهتون بدیم. بیننده ها از ما ناراحت هستن به خاطر اینکه ما وقت زیادی میدیم اینجا به کسانی که میخوان بحث بکنن. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان و عذر میخوام از عزیزانی که به سبب طولانی شدن بحث‌های ما با بعضی از مخالفین ناراحت شدن. ما الحمدلله شبکه وصال حق این افتخار رو داشته در طول این چند سالی که الحمدلله الله سبحانه وتعالی به ما توفیق داد که در خدمت شما عزیزان باشیم، که به مخالفین بیشترین وقت رو داده. به اعتراف خودشون در این گفتگویی که با آقای شریفی به اصطلاح ما داشتیم، ایشون از من 3 دقیقه وقت خواسته بود، من 10 دقیقه قول داده بودم. خودشون اعتراف کردن که 26 دقیقه یا 23 دقیقه ایشون صحبت کرده و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان توفیق اینو بده که الله سبحانه و تعالی رو خالصانه بپرستیم و به الله سبحانه و تعالی کسی رو شریک نیاریم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا.